عطر سنبول عطر کاج نویسنده فیروزه جزایری دوما مترجم محمد سلیمانی میا. سال 1977 قرار بود شاه و فرح به آمریکا بیایند و با رئیس جمهور جدید جیمی کارتر ملاقات کنند. آن موقع تعداد کمی از ایرانی ها در آمریکا بودند و از همهشان دعوت شده بود برای استقبال از شاه به واشنگتن دی سی بروند. دولت ایران تمام هزینه ها را می پرداخت. پدر دعوت را پذیرفت. واکنش برادرانم اینطور بود. انگار عقلتان را از دست داده اید. چیزی درباره تظاهرات ضد شاه نشنیده اید. مطمئن باشید کتک می خورید. نروید. معلوم بود برادرهایم نگرفته بودند سفر با تقبل تمام هزینه ها یعنی چه چند هفته بعد روی سندلی های فرست کلاس و در حال نوشیدن آب پرتقال تازه من و پدر و مادر چشم به راه نخستین دیدار از پای تخت بودیم در اقامت سه شبه قرار بود در دو مراسم استقبال از شاه ظاهر شویم بقیه وقت مال خودمان بود پدر قول داده بود من را دست کم به یک موزه ببرد مادر هم مشتاق دیدن مناظر مشهور آنجا بود. به هتل که رسیدیم دیدیم سالان ورودی پر است از ایرانی. پدر و مادر که مدتها بود این همه هم وطن را یک جا ندیده بودند زوق زده شروع کردند به خوش بش و پیدا کردن دوستان و همکارانی که مدتها پیش فراموش شده بودند. وقتی رفتیم اتاقمان را پیدا کنیم احساس گروهی از بچه ها را داشتیم که برای یک گردش علمی آورده شده باشند. از دیدن یک سبد میوه توی اتاق خوشحال می شدیم. اما به جای آن از زیر در یک اعلامیه فرستاده بودند تو. بزدل های شستشوی مغزی داده شده ی عزیز. شما هیچ نیستید به جز عروسک شاه فاسد. به شما درسی می دهیم که هیچ وقت یادتان نرود. مرگ بر شاه، مرگ بر شما. پدر اعلامیه را مچاله کرد و دور انداخت و گفت برویم ببینیم بوفه شام کجاست. روز بعد شش هفت اتوبوس جلوی هتل صف کشیده بودند تا ما را به محوطه چمن مقابل کاخ سفید ببرند به ما چند پرچم ایران داده بودند تا وقتی شاه رسید آن را تکان بدهیم قبل از اینکه راه بیفتیم مردی سوار اتوبوس شد و خود را به عنوان وکیلی که برای دولت ایران کار می کند معرفی کرد او به ما گفت اگر کسی به شما حمله کرد لطفا ازش عکس بگیرید این مفیدترین کار است به کاخ سفید که رسیدیم گروهی تظاهر کننده نقاب پوش را دیدیم که پلاکارد هایی در محکومیت شاه و دولت به دست داشتند. پدر به من اطمینان خاطر داد و گفت نترس آنها آن طرف خیابان هستند روبروی تظاهر کنندگان جایگاهی برای طرفداران شاه ساخته بودند سخنرانها به نوبت سخنانی درباره عظمت ایران بیان می کردند. من با خوشنودی متوجه شدم کلی پرچم کوچک ایران ریخته شده روی چمن به پدر و مادر گفتم کمک کنید سی تا از این پرچم ها جمع کنم می خواهم توی کلاس مطالعات اجتماعی خانم کراکت آن را به بچه ها بدهم من و مادر به طرف عقب چمن رفتیم و پدر رفت جلو را بگردد چند دقیقه بعد صدای پدر را شنیدیم که داد میزد نگاه کنید چند تا پرچم پیدا کردم و قناعه را بالا گرفت تا ما ببینیم. اما صدایش وسط شلیک 21 گلوله که رسیدن لیموزین شاه را اعلام می کرد گم شد. مردم شروع کردند به ابراز احساسات که البته چندان نشانی از احساسات نداشت. تظاهر کنندگان به این طرف خیابان آمدند و یک دفعه با چوب دستی هایی که رویش میخکوبی شده بود حجوم آوردند طرف ما. مردم جیغ می و می دویدند. به جای پرچم‌های ایران چمن پوشیده شد از ایرانی های زخمی و خونین. من و پدر و مادر دویدیم و دویدیم و دویدیم یک اتوبوس خالی گیر آوردیم و بدون اینکه مقصدش را بپرسیم پریدیم بالا راننده با لحن شلی گفت شرمنده شما ولی باس از این پیاده شین واسه اینکه الان تو خط نیست و مام تعطیلیم. وسط خیابان یک پلیس اسب سوار دیدیم به او گفتم میبخشید ما میترسیم کتکمان بزنن ممکن است به ما کمک کنید به هتلمان برگردیم لابد این افسر یا به خاطر اونیفرم زیبا به نیروهای پلیس پیوسته بود یا به خاطر اینکه بتواند سوار اسب شود نگاهی به ما انداخت و گفت متاسفم این جزء وظایف من نیست سر و یک اتوبوس دیگر پیدا شد و ما فوری سوار شدیم راننده پرسید بلیط دارید 21 دلار دادیم و نشستیم روی صندلی و اتوبوس به راه افتاد هیچ نمیدانستیم به کجا می رویم. یک صدای ضبط شده شروع به صحبت کرد توقف بعدی ما در بنای یادبود لینکلن است که به افتخار آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده ساخته شده است در دیوار شمالی این یادبود با شکوه عباراتی از سخنرانی او در گیتسبورگ مشاهده خواهید کرد هشتاد سال پیش پدران ما باعث شدند بعد از سه ساعت چهار اثر تاریخی و متعاقب آن یک تاکسی سواری طولانی رسیدیم به هتل سالن هتل پر بود از آدم های باند پیچی شده که ماجراهای وحشتناکی برای هم تعریف می کردند. با دیدن آن همه مجروح پدر برگشت طرف من و مادر و گفت به کسی نگویید ما توی تور شرکت کرده بودیم. خوب نیست بفهمند وقتی همه زخمی شده بودند به ما خوش میگذشت. قبل از اینکه بتوانم به پدر بگویم که آن تور هیچ به من خوش نگذشته بود یکی از دوستانش که حالا دستش به گردنش بسته شده بود صدایش کرد این همه وقت کجا بودید کم کم میخواستیم به بیمارستان ها زنگ بزنیم پدرم آهی کشید و گفت خب مجبور شدیم پیاده برگردیم مثل داستانی دنبال دار اعلامی دوم توی اتاق منتظرمان بود بزدل های شستشوی مغزی داده شده ی عزیز میخواهیم شما را منفجر کنیم دیگر حتی تصور گوفه شام هم برای نگه داشتن ما در پایتخت کفایت نمیکرد. پدر اعلام کرد دیگه کافیه. بر می گردیم. شش ساعت بعد در بخش ارزان قیمت هواپیمای شلوغ در سه ردیف مختلف نشسته بودیم. کلی ذوق می کردیم که آزم خانه هستیم. وقتی هواپیما برخواست، پدر از چهار ردیف جلوتر برگشت و داد زد خیلی هم بد نبودا فیروزه مگه تو جاهای تاریخی رو دوست نداشتی بالاخره چندهایی رو دیدی و ادامه داد ولی یه چیز حیف شد نباید همه پرچم ها رو میانداختم مطمئنم به اندازه تمام کلاستون جمع کرده بودم جواب دادم اشکالی نداره اگه بخوای میتونیم برگردیم ایرانی ها درخواست کار ندهند پدر در 17 سالگی به عنوان دانشجو به استخدام شرکت نفت ایران درآمد. با تلاش خود مراحل ترقی را در شرکت گذراند و سرانجام شد مدیر پروژه ارشد. یک عمر تجربه او در کار پالایشگاه باعث شد به با آمریکا بیاییم. جایی که او به عنوان نماینده شرکت نفت بر کار پیمانکاران آمریکایی در طراحی یک پالایشگاه در اصفهان نظارت میکرد بعد از سی سال کار برای آن شرکت پدر هیچ وقت نگران امنیت مالی نبود اما با وقوع انقلاب ایران زندگی پدر زیر و رو شد ساخت پالایشگاه های جدید در ایران به تعویق درآمد و یک شبه تخصص پدر دیگر مورد نیاز نبود شرکت نفت کارهای متفرقی در ایران به او پیشنهاد کرد که هیچ کدام مورد علاقهش نبود با نگرانی زیاد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرد که با بیمیلی پذیرفته شد پدر به توانایی‌هایش برای پیدا کردن شغلی در آمریکا اطمینان داشت در کمتر از دو هفته یک شغل مهندسی در یک شرکت آمریکایی پیدا کرد تازه داشت کار جدید را شروع می کرد که تعدادی از آمریکایی ها در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند پدر بیکار شد هر روز عصر می نشستیم جلوی تلویزیون و اخبار گروگانها را دنبال می کردیم. چهار و چهل و چهار روز انتظار کشیدیم. هر روز که میگذشت تنفر آمریکایی ها بیشتر می شد. تنفری نه فقط از گروگانگیرها بلکه از تمام ایرانی ها. رسانه ها هم کمکی به بهتر شدن اوضاع نمی یک روز روزنامه محلی را باز کردیم و دیدیم با تیتر درشت نوشته یک ایرانی از بقالی دزدی کرد. ایران به اندازه هر کشور دیگری خوب و بد دارد اما به نظر می رسید که هر اوباشی از غذا ایرانی بود و می توانست سهم خودش را از شهرت به چنگ آورد. فروشنده ها شروع کردند به عرضه تیشرت ها و برچسب ماشین هایی که رویشان نوشته شده بود ایرانی ها به خانتان برگردید و ایرانی به عنوان هدف تیراندازی مورد نیاز است. جنایت علیه ایرانی ها افزایش یافت. مردم تا لحجه قلیز مادر را می از ما می پرسیدند شما کجایی هستید و البته قصدشان گرفتن دستور پخت دلمه نبود. خیلی از ایرانی ها یک ترک، روس یا فرانسوی شدند. برای تکمیل نگرانی خانواده مستمری پدر از ایران قطع شد. دولت ایران به او خبر داد که از آن به بعد اگر حقوق بازنشستگیش پولی که حاصل سالها زحمتش بود را میخواهد باید برای دریافت آن به ایران برود. بدتر از همه با آن وضعیت ناآرام ایران ارزش مستمریش به صفر رسیده بود. پدر در پنجاه و هشت سالگی خود را بیکار و بدون هیچ چشمانداز روشنی میدید هیچ کس نمیخواست یک ایرانی را استخدام کند پدر به ایران برگشت تا هرچه داشتیم بفروشد ظرف سه هفته خانه را به یک دهم ده ارزش قبلی فروخت یکی از همکارانش چهارده تاق فرش ایرانیمان را 1300 دلار خرید و چند ماه بعد یکی از آنها را پانزده هزار دلار فروخت شاید بزرگترین بیعدالتی در موج تنفر از ایرانی ها این بود که ایرانی ها اغلب از تحصیل کرده ترین و موفق ترین مهاجران آمریکا هستند. اخلاق کاری و دقدقه برای تحصیل از ما شهروندانی تقریبا ایدئال می سازد. هیچ کس نظر ما را درباره اینکه که گروگانگیری کار درستی بود یا نه نمی پرسیدند. ولی تک تک ایرانی های آمریکا تاوان آن کار را می پرداختند. انگار که یک بچه گلوله کاغذی پرت کند و تمام کلاس تنبیه شوند. برای پدر واقعا آزاردهنده بود اگر یک مهاجر نمونه وجود داشت کازم بود. شاید هیچ چیز این را بهتر از وسواس او در رأی دادن بیان نکند. وقتی من در زمان دانشگاه تابعیت آمریکا را گرفتم، پدرم تلفن زد و پرسید آیا در انتخابات بعدی رأی می دهم؟ جواب دادم اگه وقت کنم. پدر گفت احتمالا من لیاقت تابعیت را نداشتم. به نظر او هر مهاجری که به این کشور می آید و تابعیت می گیرد و رأی نمی دهد باید برگردد. سعی کردم عصبانیش کنم. پس آمریکاییایی که اینجا به دنیا میان و رأی نمی دن چی؟ جواب داد باید اونا رو شیش ماه بفرستن به یه کشور غیر دموکراتیک اون وقت رأی می دن. به پدر گفتم این برنامه تبعید به نظرم زیاد دموکراتیک نیست. چون لابد آزادی های موجود در این مملکت آزادی بی تفاوت بودن را هم شامل می شود. پدر تلفن را قطع کرد. من رأی دادم اما این پایان ماجرا نبود بعد از هر رأی پدر تلفن میزد تا بپرسد به کی رأی دادم بعد از تلفن‌های متعدد دیدیم آرایمان درست عکس هم دیگر است ما در تمام مسائل نقطه مقابل هم هستیم از آن موقع یاد گرفتم که هیچ اطلاعاتی به پدر ندهم و در عوض به او یادآوری کنم که رأیگیری یک فراینده محرمانه است برای همین از باجه های رأی استفاده می شود و او همیشه قرقر کنان می گوید آه خب به هر تو همیشه به آدمای عوضی رأی میدی باز خدا رو شد که مادرت اینطور نیست رأی دادن مادر به کلی داستان دیگری است او مثل بیشتر آمریکایی ها که چندانی از سیستم سیاسی آمریکا ندارد. من مطمئن شدم که برای یک آمریکایی عادی نام بردن از شوهر سابق الیزابت تیلور آسان تر است تا مثلا گفتن اسم رهبران کنگره حزبش. برای پیچیده شدن اوزا، مادر زبان انگلیسی را نیز آنقدر نمی داند که بتواند اطلاعات بیشتری کسب کند. اینجاست که پدر به میدان می آید. پدر به محض اینکه راهنمای انتخاباتی را با پست دریافت می کند قلم در دست می روی کاناپه و کلمه به کلمه آن را می خاند. زیر بعضی کلمات خط می کشد، دور بعضی کلمات دایره می کشد و در حاشیه صفحه یاد داشت دارد. اگر در مورد خاصی نداند چه رأیی باید بدهد از نظر معموران آتشنشانی یا پلیس پیروی می کند. در دنیای پدر مأموران آتشنشانی و پلیس کلاه کابویی سفید می پوشند. اگر اتحادیه محلی آتشنشانی ها فکر کند خوب است مالیات ها بالا برود تا رقاص خانه های بیشتری بسازند پدر هم موافق خواهد بود. بعد از اینکه پدر برای تمام موارد رأیگیری تصمیم گرفت، اعمال دموکراسی می کند و برای محکم کاری، کمی چاشنی دیکتاتوری هم اضافه می کند. برای مادر تعیین می کند که چه رأیی بدهد. مادر به ندرت انتخاب های پدر را زیر سوال می برد. اگر همین کار را بکند، پدر با یکی از اظهار نظرهای خواست خود جواب می دهد. هر آدم عاقلی می دونه باید به این رأی منفی بده. به هر حال در سال 1980 او به رغم پایبندی به آزادی و عدالت هنوز یک خارجی محسوب می شد که لحجه داشت. لحجه ای که بعد از انقلاب ایران به تمام چیزهای بد رفت داده میشد. با او مثل کسی رفتار میشد که باید همین الان بار و بندیلش را جمع کند و برود. اما کجا می توانست برود؟ بعد از فروش دار و ندارمان در ایران کازم به آمریکا برگشت و دوباره شروع کرد به گشتن دنبال کار. اگرچه دیگر فقط به شرکت داخل آمریکا درخواست نمیداد بالاخره در یک شرکت نفتی بزرگ در عربستان تقاضای کار کرد. این شغل مستلزم جابجایی بود، اما چاره ای نداشتیم. تا آن موقع پدر و مادر تمام کارتهای اعتباری من را بسته بودند و پسنداز ناچیز من هم به سرعت ته میکشید. بعد از هفته ها مصاحبه و مذاکره یک شغل مدیریت اجرایی به او پیشنهاد شد و قرارداد آماده امضا بود. پدر برای نخستین بار از زمان بیکاری امیدوار شده بود. قبل از امضای اوراق نهایی، وکیل شرکت پاسپورت او را تقاضا کرد که برای هر شغل برون مرسی مورد نیاز بود. با دیدن پاسپورت ایرانی، رنگ از چهره وکیل پرید و گفت خیلی متاسفم اما دولت عربستان سعودی در این زمان ایرانی ها را نمی پذیرد. ما فکر کردیم شما عرب هستید. پدر جستجو برای کار را از سر گرفت در روزنامه وال استریت جورنال آگهی به چشمش خورد برای یک شغل مدیریت اجرایی در یک شرکت نفتی نیجریایی. فوری درخواست داد و ظرف دو هفته استخدام شد. با حقوق بالا و امکان پیشرفت عالی این شغل بهتر از آن بود که واقعی باشد. اولین مأموریت پدر این بود که به نیوجرزی برود و درباره خرید یک پالایشگاه نفت به قیمت 400 میلیون دلار مذاکره کند. بعد از انجام آن به تگزاس رفت تا پالایشگاه دیگری بخرد. خوشحال بود که دوباره می تواند از تخصصش استفاده کند. وقتی از معمولیت ها برگشت، دید که اولین و تنها چک حقوقش برگشت خورده. به او گفتند وقفه کوتاهی در ارسال پول از نیجریه پیش آمده و چک دوم اولی را هم جبران خواهد کرد. چاره ای نداشت جز اینکه به کار ادامه دهد. چند روز بعد وقتی سر کار رفت، متوجه ازدهام روزنامه شد که به دنبال کسب خبر درباره یک سوژه داغ جدید بودند. از قرار صاحب شرکت یک کلاه بردار بود که یک بار از آمریکا خارج شده ولی با نام جعلی برگشته بود. پدر لوازم دفتریش را جمع کرد و خارج شد. سرانجام گروگانها آزاد شدند. بعد از آنها و خانواده هاشان هیچ کس خوشحالتر از ایرانی های مقیم آمریکا نبود کمی بعد از آزادی آنها پدر به عنوان مهندس ارشد در یک شرکت آمریکایی استخدام شد حقوق او نصف آن چیزی بود که پیش از انقلاب می گرفت. با این حال بسیار شکر گذار بود که می توانست هر روز بیدار شود و سر کار برود در تمام مدت این تجربه دشوار پدر هیچ وقت گلایه نکرد او همیشه یک ایرانی باقی ماند که به وطنش علاقمند است و در عین حال با آرمانهای آمریکایی نیز باور دارد فقط می گفت چقدر قمنگیز است که مردم به آسانی از تمام یک ملت به خاطر کارهای عده کمی متنفر می شود و همیشه می گفت چقدر بد است متنفر بودن. چقدر بد است. بودای ششمتری متری در کشاکش انقلاب اسلامی ایران و آشفتگی مالی خانواده پا به دوران نوجوانی می گذاشتم در سنی که اغلب هم کلاسی هایم داشتند قرفه کفش فروشگاه نوردستروم را کشف می کردند من می دیدم که والدینم کارت های اعتباریشان را بستند. خارج از مد بودن برایم مهم نبود ولی نگران بودم که نتوانم هزینه رفتن به دانشگاه را تأمین کنم. نیاز به قدری پول داشتم. چشمنداز کار برای چهارده ساله ها هیچگاه درخشان نبوده است. بنابراین همون شغل دم دستی قدیمی را انتخاب کردم. نگهداری از بچه ها. به زودی دستگیرم شد که با ساعتی یک دلار این کار مرا به جایی نمیرساند. بعضی از دوستانم که خوششانس تر بودند برای خانواده های بچه داری می کردند که باقی مانده یه تا ساعت بعدی را هم حساب می کردند. یا مثلا دو دلار اضافه تر می دادند. من همیشه آدمهایی به پستم میخورد که بعد از اینکه نیمه شب شنبه شب به خانه می رسیدند پانزده دقیقه وقت میگذاشتند و دقیق حساب می چقدر به من بدهکارند. 5 ساعت و دوازده دقیقه و می شود پنج دلار رو دوازده تقسیم بر شست می شود حدود 20 سنت یا شاید سی سنت سب کن یه تیکه کاغذ بیارم. بعد از اینکه بچه های تمام خانواده های صرف جوی شهر را ترخوش کردم بالاخره خوردم به رگه اصلی. معلم فرانسه دبیرستان به من خبر داد که یک خانواده پاریسی تازه وارد دنبال یک پرستار بچه فرانسه زبان می گردند. اگرچه زبان فرانسه هم در آن موقع محدود به این بود که بپرسم آیا ژاک با شانتال در سخر بوده؟ ولی داوطلب شدم. به من گفتند که آن خانواده فقط یک بچه دارند، یک دختر هشت ساله و در بیکنین زندگی می کنند، محله دروازدار و پر از آدم پولدار. پول دار. با کلی امید و یک لغتنامی فرانسه به آنجا رفتم، بعد از اینکه قسمت های مختلف خانه بزرگشان را به من نشان دادند، از جمله یک بودای شش متری در سالن پذیرایی، پدر خانواده از من پرسید ساعتی پنج دلار کافی است مشخص بود مزنه بچه داری دستشان نیست. اگر بودای شش متری تا آن زمان ذهنشان را روشن نکرده بود، من هم قصد چون این کاری نداشتم. بدون پوشک، بدون آشپزی، فقط یک بچه هشت ساله که لابد راحت به تخت خواب می رود و پنج دلار در ساعت. بهتر از آن بود که واقعی باشد، اما می دانستم که واقعی است چون اگر یک نفر بود که نیاز به استراحت داشت، من بودم. به محض اینکه پدر و مادرش رفتند دخترک خودش را انداخت کنار من روی کاناپه چرمی مشکی و شروع کرد به بغل کردن من و نوازش موهایم من که نمیخواستم در این کار پرمنفعت به همین زودی روی سگ او را بالا بیاورم لبخند زدم و سعی کردم گره دستهایش را باز کنم هرچه بیشتر سعی میکردم خودم را خلاص کنم او محکمتر میچسبید هیچ خبر نداشتم که فرانسوی ها اینقدر با محبت هستند. نیم ساعتی مشغول کشتی گرفتن با بچه بودم که یک بار چراغهای سالن پذیرایی خاموش شدند. قفسه های شیشهی دور تا دور سالن از داخل روشن شدند و تعدادی زیادی بودا به نورافشانی پرداختند. احساسی شبیه پادشاه تات داشتم. با این فرق که زنده بودم و در یک مقبره با یک کوالای دیوانه گیر افتاده بودم. هر کاری می کردم نمی توانستم بچه را از خودم جدا کنم. نه حاضر بود به تخت خواب برود، نه شام می خورد و نه کمی تغییر وضعیت می داد. به کمک سی بودایی که تماشایم می کردند، ناگهان ذهنم روشن شد که چرا این آدم ها در مورد پرستار بچهشان سخاوتمند بودند. وقتی پدر و مادرش سه ساعت بعد رسیدند، دخترشان روی کاناپه خورناس می کشید. بالاخره به خواب رفته بود و من جرأت نکرده بودم تکانش بدهم مبادا بیدار شود در حالت عادی ممکن است پدر و مادرها از این قضیه دل خور شوند اما نه این آدمها خدا میدانست چقدر آسوده خاطر شدند که چند ساعتی از این توفه دور بودند پدر خانواده یک اسکناس 20 دلاری به من داد و پرسید شب بعد هم میتوانم بیایم من نمیدانستم در زبان فرانسه ترجمه این جمله چه می شود که اگر تمام چای های موجود در چین را هم به من بدهید دیگر به این منطقه عجیب پا نمی بنابر بنابراین فقط گفتم امتحان دارم. بعد از آن سه ساعت حراسنگیز نگهداری از یک بچه و بال متقاعد شدم که از آن حرفه بازنشست شوم. تصمیم گرفتم به مواظبت از خانه تغییر شغل بدهم. کاری بسیار آسانتر و بالقوه پردرآمدتر بود به تمام دوستان و همسایه ها خبر دادم که نه تنها در تمام تعطیلات در دسترس هستم بلکه از گیاهان هم به خوبی نگهداری می کنم. مورد اخیر چندان واقعیت نداشت نه خودم هیچ گیاهی داشتم و نه هیچ وقت از آنها نگهداری کرده بودم اما این را میدانستم که اگر خاکش خشک باشد باید آبش بدهم اولین مورد عبارت بود از آب دادن به گیاهان خانگی مال خانواده ای که دو خیابان آن طرف تر از ما زندگی می کردند. دوشنبه صبح قبل از مدرسه با دوچرخه به خانه آنها رفتم و هر یک از گیاهان را همانطور که گفته بودند آب دادم. یک دفعه از یکی از اتاقهای طبقه بالا صدای موسیقی بلند شد. یخ زدم. آب پاش به دست ایستاده بودم توی آشپزخانه و توان تکان خوردن یا جیغ زدن نداشتم. بعد از چند دقیقه آب پاش را گذاشتم زمین پاورچین پاورچین از آشپزخانه بیرون رفتم و از در جلویی دویدم بیرون در حالی که تمام بدنم میلرزید به سختی توانستم تا خانه رکاب بزنم پدر برای فروش خانمان در ایران بود و میدانستم از مادر هم کمکی بر آید. فکر کردم به پلیس زنگ بزنم اما از کجا میفهمیدم که چیزی دزدیده شده یا نه به علاوه نمیدانستم چطور با آن خانواده تماس بگیرم بنابراین تصمیم گرفتم هیچ کاری نکنم چند روز که گذشت فکر کردم لابد تمام گیاهان خشک شدند. من که احساس گناه می کردم تصمیم گرفتم زندگیم را به خطر بیاندازم و دوباره وارد آن خانه بشوم در حالی که سیخ شومینه را محکم در دست گرفته بودم دوچرخه را به آنجا رندم. در را که باز کردم داد زدم پدر جلوی سگ رو بگیر یه وقت کسی رو گاز نگیره میدونی که چقدر وحشیه دویدم توی خانه و با آخرین سرعتی که میتوانستم آب را رو پاشیدم روی تمام گیاهان حتی روی آنهایی که گفته بودند کمی مرتوب شوند و همزمان به صحبت با پدر خیالی ادامه دادم جیغ زدم قلادش رو نگه دار چند روز بعد که آن خانواده برگشتند با آنها گفتم لازم نیست به من پولی بدهند چون فقط دو بار به خانشان رفتم و گمانم دوشنبه قبل یک دوست در خانشان بوده و توی یکی از اتاقهای طبقه بالا موسیقی گوش می کرد. زن پرسید چه ساعتی اینجا بودی؟ گفتم هفت و به صبح. گفت صدای رادیو رو شنیده ای. او پول را داد اما هیچ وقت دوباره نخواست مواظب به گیاهانش باشم. مدتی بعد خانواده دیگری از من خواست برای ده روز از گربه های خانگیشان مواظبت کنم به جز ماهی های قرمزی که هر سال برای عید می خریدیم من هیچ وقت حیوان خانگی نداشتم اما کار را پذیرفتم آنها چهار گربه داشتند کچاپ، خردل، چاشنی و مایونز باید عقلم بیشتر از آن می رسید که خودم را با افرادی درگیر کنم که اسم گربه هایشان را از روی مخلفات انتخاب می کنند اما عقل سلیم یک ویژگی اکتسابیست است در اولین روز کار با دوچرخه به خانهشان رفتم و همه چیز را همونطور که گفته بودند انجام دادم. ظرف فضولات را خالی کردم. کنسرف های بدبوی غذای گربه را باز کردم. دو پیمانه غذای خشک ریختم جلوی گربه ها و ظرف آب را پر کردم. راستش با گربه ها بازی نکردم چون مثل اغلب خانههایی که گربه از در و دیوارشان بالا می رود این یکی هم جای دلچسبی نبود. وقتی داشتم میرفتم دیدم در حیات خلوت چهار تاق باز است آن را بستم و قفل کردم صبح بعد برگشتم تا مراحل را تکرار کنم گربه ها بیشتر از روز پیش میو میو می کردند به حساب این گذاشتم که حتما گشت نشان است روز بعد به شدت میو میو می کردند و هر از گاهی جیغ می کشیدند روز بعد از آن جیغ های هر از گاهی با جهیدن روی اساس خانه همراه شده بود فکر کردم اگر با آنها بازی کنم شاید آرام بگیرند. مشکل اینجا بود که تا سراغ یکی از آنها می رفتم پشتش را گوز می کرد و خورناس می کشید. از ماهی قرمز من هیچ وقت چنین کاری سر نزده بود. اما به هر حال می توانستم علامت بین المللی می خوام چشماتو از کاسه درارم را بفهمم. تا روز دهم ده این گربه سانان ملنگ تمام روز در دایره های بی پایان دور خانه دویدند، جیغ کشیدند و همه جا را خط انداختند. این رفتار عجیب را به حساب دلتنگی برای صاحب جانشان گذاشتم. همان شب صاحب جان تلفن زد. مادر خانواده سرم جیغ کشید. در حیات خلوت و چرا بستی؟ جواب دادم بستمش چون باز بود. دوباره جیغ کشید. پس گربه ها کجا باید ورزش میکردن؟ گفتم مگه این گربه ها خونگی نیستن؟ خب حیات خلوت زمین بازی اونهاست. مگه رفتارشون رو ندیدی؟ تو به گربه ها آسیب روحی رسوندی؟ گفتم لازم نیست چیزی به من پرداخت کنید. او پول را داد اما هیچ وقت دوباره نخواست موازه به گربه هایش باشم. شغل بعدی به لطف دوستم کریس فراهم شد به من خبر داد یکی از همسایگان ثروتمندش که از غذا مادر یک طراح لباس خیلی معروف بود دنبال کسی می گردد که نقرجاتش را تمیز کند. برای این کار 6 دلار در ساعت مزد می داد. کریس گفت که این زن که برای حفظ ناشناسی او را وزه خانوم می نامم کل کار را دست کم 20 دلار تخمین زده است. دو چرخه را به طرف خانه اش راندم و یک صبح شنبه آفتابی سر ساعت هشت آنجا بودم. وز خانم مرا برد سر میز نهارخوری که کپی از نقرجات به ارتفاع یک متر رویش تلمبار شده بود. از زنگار سیاهشان معلوم بود آخرین بار که تمیز شده بودند مردم هنوز با اسب و درشکه سفر می کردند. یک پلیش بدبو و دو تا پارچه نظافت به دستم داد ازش پرسیدم میشه یه دستکش لاستیکی به من بدید؟ نه نمیشه. ممکنه پلیش خرابشون کنه. اگر زندگی من فیلم نامی بود که یکی باهوشتر از خودم آن را نوشته بود همان موقع بلند می شدم و به خانه میرفتم. البته بعد از آن که بهش می گفتم که ترهای دخترش خیلی عمولی هستند. در زندگی واقعی بلند شدم و گفتم باید بروم خانه و دستکش بیاورم. با دوچرخه شتاب زده به خانه رفتم با دستکش های ظرفشویی مادر بازگشتم. نصب به کار شدم. بیوقفه در حالی که سعی می کردم با خارهای سمی را تنفس نکنم به شدت نقره ها را ساییدم. تمام سوراخ سنبه های چنگال ها، قاشوها، کارت ها، کارت های گوشت و چنگال های صدف خوری را برق انداختم و این سوای قطعاتی بود که کاربردشان را به کلی فراموش کرده بودم. تمام قطعات را در دسته های مرتب چیدم و به او خبر دادم که کار تمام شده است. با صدای جیغ جیرگ جیغویش گفت باورم نمیشه تمام کرده باشی و زل زد به دست های براغ من. من که به شنیدن این جمله از زبان معلم ها در مدرسه عادت داشتم فکر کردم این اظهار شگفتی به یک انعام چاق و چله منجر می شود. وزه خانوم در حالی که یک دست پول در میآورد آورد گفت خب بذار ببینم یه ساعت و 20 دقیقه اینجا بودی اینم هشت دلار به او یادآوری کردم اما من فکر می کردم این کار 20 دلاریه گفت نه برای تو عزیزم برای تو که انقدر طول نکشید باید چند تا از چنگال های صدف خوری را پرت می کردم طرفش اما در عوض ازش تشکر کردم و با دوچرخه به خانه برگشتم او درباره یک چیز حق داشت پلیش دستکش ها را خراب می کرد از طریق دوستم مرلین با خبر شدم که سینمای محل برای تابستان دنبال فروشنده می گردد. برای کار در بوفه سینما استخدام شدم و مسئول فروش غذاهایی بودم که باید همراهشان یک آنژیوگرافی مجانی هم ارائه شود. زورت بوداده در چهار اندازه عرضه می شد. کوچک، متوسط، بزرگ و خانواده. در تمام تابستان فقط سه نفر ذرت بوداده کوچک سفارش دادند. آنها اروپایی بودند و معلوم بود برای فیلم دیدن آمده بودند. اغلب مشتری های دائمی ذرت بوداده خانواده سفارش می خوراکی که از ظرفش می شد به جای وان حمام بچه استفاده کرد. سفارش ها همیشه یک جور بود. لطفا پایین و سطح و بالاشو کره بریزین. هیچ جای خشکی نداشته باشه. حتی وقتی خیشانم در ماه رمضان افتار می کردند، ندیده بودم کسی اینقدر مواد غذایی مصرف کند. دیوار سالن انتظار با علای می پوشیده شده بود که می گفت زورتهای بوداده ما با کره واقعی درست می شود. با توجه به فروش پر رونق زورت بوداده به مدیرم پیشنهاد کردم شعار تبلیغاتی مشابهی می تواند فروش هاد ها را هم بالا ببرد. هات های ما با دل روده واقعی درست می شود. درست مثل گالیله ایده های من هم رد شد. ترین نوشیدنی آن تابستان تاب نام داشت. یک سودای رژیمی که مزی قوطی حلبی مایه میداد. متاسفانه دستگاه تاب ما همیشه خراب بود و نوشابه ی رژیمی دیگری هم نداشتیم. اکثر مردم بعد از خرید یک زورت بوداده خانواده با کره اضافه یک تاب بزرگ هم سفارش می دادند. اینجا بود که اوزا ناجور می شد. سر من جیغ می کشیدن. چی؟ خراب شده؟ و بعد میخواستند خواستند مدیر سینما را ببینند. انگار که با پر روی آنها دستگاه درست می شود. همیشه میل داشتم ذهنشان را روشن کنم. ببینید شما دارید ده هزار کالری چربی می خورید. پس نوشابه رژیمی و غیر رژیمی هیچ فرقی نداره. چطور قدری دل و روده به جاش پیشنهاد کنم؟ گذراندن تابستان در سینما یک چیز را به من آموخت باید دنبال شغل پردرآمدتری باشم ترجیحاً چیزی که با فروش حل حوله سر کار نداشته باشد بعد از آن چند کار دیگر هم پیش آمد اما هیچ کدام هیچ وقت درآمد خوبی نداشت تلاش برای مالندوزی موفقیت آمیز نبود پدر که تلاش را برای پسنداز می دید، پی پی می گفت احساس خیلی بدی دارد که نمی تواند در پرداخت شهری دانشگاه کمکم کند. روزها می نشست و قصه می خورد که چرا نتوانسته بود وقوع انقلاب و زوال اقتصادی بعد از آن را پیش بینی کند. ورد زبانش این شده بود. باید خیلی وقت پیش همه چیزمون رو می و پولش رو می آوردم آمریکا. با نزدیک شدن زمان دانشگاه یک بار استعدادی را در خودم کشف کردم که از فروش ذرت بوداده یا پلیش نقرجات بهتر بود. شروع کردم به نوشتن نامه های درخواست بورس تحصیلی. نامه پشت نامه نوشتم. درباره زندگی، آرزوها و هدفهایم. نوشتم که مدتی داوطلبانه به عنوان دلغک در بیمارستان کودکان کار می کردم. نوشتم که مترجم مادرم بودم. نوشتم که از وقتی دختر کوچیکی بودم آرزو داشتم برم دانشگاه و نوشتم که امه صدیقه باید میرفت دانشگاه اما به جای آن ناچار شده بود در چهارده سالگی ازدواج کند و این طور بود که پولها به طرفم سرازیر شد. نویل جینگولی یک صبح شنبه در سال سوم دبیرستان در دانشگاه ارواین کالیفرنیا حاضر شدم تا در مسابقه سخنرانی فلبداهه که از طرف یک مؤسسه زبان فرانسه به نام اتحاد فرانسوی برگزار میشد شرکت کنم به من و ده دانش آموز و دانشجوی دیگر یک ساعت وقت دادند تا یک سخنرانی آماده کنیم با موضوع مسئولیت در برابر تکنولوژی جایزه اول عبارت بود از یک دوره دو ماهه در مدرسه اتحاد فرانسوی در پاریس. من از کلاس هفتم یادگیری فرانسه را شروع کرده بودم و تحت آموزش معلم دبیرستانم آقای پلکینگ هام خیلی سلیس صحبت می کردم. هم کلاسی های مغلب می پرسیدند چطور توانسته بودم اینقدر سریع زبان را یاد بگیرم. با آنها می گفتم این باید یک ربطی داشته باشد به ناتوانی هم در چرخ و فلک زدن پرتاب توپ در سبد بسکتبال یا اسکیت بازی خدا باید یک جایی جبران میکرد. برای ورود به مسابقه تمام شرکت کنندگان باید تعهد نامی را امضا می کردند که هیچ وقت بیش از دو هفته در یک کشور فرانسه زبان نبودند و پدر یا مادرشان هیچ کدام فرانسه زبان نیستند. زبان فرانسه پدر و مادر من محدود به یک مشت لغات فرانسه است که به فارسی راه یافتند مانند مینی ژوپ آباژور و کودتا لغت فرانسه که بیش از همه در ایران استفاده میشد شیک بود که دقیقا همان چیزی را توصیف می کرد که ما نبودیم تنها زبانی که به جز فارسی در خانهمان شنیده میشد شوشتری بود نسخه ای از فارسی قدیم که توسط پدر و خانوادهاش که اجدادشان از شهر تاریفی شوشتر در جنوب ایران آمده بودند، صحبت می شد. حدود 1750 سال پیش، شاپور اول پارسها را در جنگی علیه والریان، امپراتور روم رهبری کرد. پارسها بعد از پیروزی در نبرد، مهندسهای به اسارت در آمده رومی را به شوشتر بردند تا صد آسیاب آبی، نهرهای مصنوعی و سیستم آبیاری طراحی کنند. بسیاری از آن ساخته ها هنوز هم کار می کنند. اگر والت دیزنی شوشتر را دیده بود، یک سرزمین باستانی هم کنار سرزمین جدید و سرزمین رویاه ها می ساخت. زبان شوشتری که پر است از عبارات مربوط به حیوان و گیاه بازتابی بود از زندگی روستایی ساده اهالی آنجا مثلا کلمه پشکل به معنی فضولات حیوانی است که گرد باشد مثل مال بز یا گوسفند وقتی دو نفر شبیه هم هستند ام صدیقه آنها را اینطور توصیف می کند عین پشکلی که از وسط نصف شده باشه برای بیان ارزش های واقعی زندگی ام فاطمه این ضرب مسئله شوشتری را به کار می برد هرچه از دوست رسد نیکوست گو همه پوست باغلا باشد منصفانه است که بگوییم رواج شوشتری در خانه کمکی در یادگیری فرانسه نمی کرد. فقط به من آموخته بود که آدمها در زبان مادری بلندتر صحبت می کنند و شدیدتر می خندند. پدر و خواهران و برادرانش شاهد مدعا بودند. همچنین گوشم را به لحجه ها عادت داد و نهایتا هم برایم درد سرساز شد. با اینکه کوچکترین شرکت کننده مسابقه سخنرانی فلبداهه بودم، رتبه اول را کسب کردم. بدون اینکه بدانم این مسئله باعث بدگمانی شده است. لابد فکر کرده بودند لحجه پاریسی من برای یک خارجی زیادی سلیس است. یک جفت از داوران با ایده گرفتن از کاراگاه کلوزو تصمیم گرفتن تحقیقاتی انجام دهند. بعد از مسابقه مرتب به پدر و مادر به زبان فرانسه تلفن می شد. این بخشی تقریبا همیشگی اگرچه غیرقابل درک از زندگی ما شد. تلفن زنگ میزد و بعد پدر یا مادر میگفتند، گوشی، گوشی لطفا، فیروزه، گوشی را بر می داشتم و کسی را از آموزشگاه اتحاد فرانسوی با یک سوال یا نکته بی اهمیت پشت خط می آفتم. ببخشید میخواستم هجای نام خانوادگیت رو کنترل کنم میخواستم شخصا به تو تبریک بگم چیزی از کامو خوندی نویسنده خیلی خوبیه تماس های تلفنی فرانسوی باعث شد پدر و مادر که همین جوری هم نگران بودند بیشتر مسترب شوند از من میپرسیدند اینها که میدانند ما زبانشان را بلد نیستیم چرا هر دفعه به فرانسه صحبت میکنند من نمیدانستم فرض می فراموشکارند فراموش کارند. ولی مادر دست آخر نتیجه گرفت. هیچ کس زبان انگلیسی آنها را نمی فهمد. خودشان هم این را می دانند. دو هفته بعد از تولد 17 سالگیم در هواپیما و در راه پاریس بودم. برایم برنامه ریزی شده بود که دو روز پیش از جشن ملی انقلاب فرانسه روز باستی با آنجا برسم. در تمام عمر هیچ وقت اینقدر هیجان زده نبودم. بیتاب بودم خانواده میزبان را ببینم. بیتاب بودم یک باگت اصیل بخورم. بیتاب بودم دوستان فرانسوی پیدا کنم. این قرار بود بهترین تابستان در تمام عمرم باشد. از آن تابستانهایی که کسی بخواهد از روی آن فیلم بسازد. به محض اینکه پایم را به فرودگاه پاریس گذاشتم، دو دست دستگیرم کردند. من هیچ خبر نداشتم که سفر با گذرنامه ایرانی مرا واجد شرایط تشریفات ویژه خواهد کرد. برای پلیس عجیب بود که سه سال بعد از انقلاب یک ایرانی 17 ساله به تنهایی سفر کند و دو ماه در پاریس بماند. در اتاقی کوچک و بی پنجره به زبان فرانسه اما با رفتار شنگول جنوب کالیفرنیایی همه چیز را درباره مسابقه برایشان تعریف کردم و اینکه چطور برنده شده بودم و اینکه چقدر مشتاق بودم موزه لوف را ببینم و بروم کافه گوشه خیابان کرپ بخورم. از من پرسیدند هیچ کس را در پاریس نمی شناسی؟ کسی به تو چیزی داده تا پخش کنی؟ اگر فرانسه را توی مدرسه یاد گرفتی چطور انقدر خوب صحبت می کنی؟ تصمیم داری دوباره به آمریکا برگردی؟ معلوم بود اینها زندگی من را خیلی جالب تر از آن چیزی که بود تصور می بعد از پاسخ به تمام سوالهاشان باید به گشتن لوازمم تن میدادم. چمدانم که اندازه یک تابوت بود از ام صدیق قرض گرفته شده بود و قبلا برای آوردن دو فرش بزرگ و یک بسات کامل سماور از ایران استفاده شده بود. جاندارم ها شروع کردند به زیر و رو کردن لباسها و یک عالم هدایایی که برای خانواده میزبانم آورده بودم. به روسک پارچهی مینی ماوس که رسیدند فکر کردند تا همین جا کافی است. زیپ چمدان را بستند و معدبانه اقامت خوشی برایم آرزو کردند. بعد از این ملاقات با کمیته استقبال در فرودگاه دنبال کسی گشتم که پلاکاردی با اسم من در دست داشته باشد. وقتی پیدایش کردم با این جمله به من خوش آمد گفت تا حالا کجا بودی؟ به او توضیح دادم که من یک وی آی پی هستم Very Iranian person و تشریفات برای ما کمی بیشتر طول کشید پیش از آمدن به پاریس یک بار با خانواده میزبانم مکاتبه کرده بودم بیشتر برای آن که بدانم چه سوقاتی بیاورم میشل و کریستین روزنامه بودند و برای روزنامه چپگرای لیبراسیون کار می کردند. یک دختر شش ماه هم داشتند. خودم را تجسم کرده بودم که اصرها در حین صرف غذای خانگی فرانسوی گپهای روشن فکرانه می زنم. میشل، لطفا اون سس رو به من بده و بگو درباره پیامدهای صنعتی شدن در فرانسه قرن 19 نظرت چیه؟ وقتی رسیدیم سوقاتی ها را با آنها دادم. کتابی نفیس درباره کالیفرنیا. نسخه چاپ ویژه و امضا شده چرخ و فلک در جزیره بالبوآ. تیشرت های نیوپورت بیچ، شکلات های خانگی، باغلوای خانگی و مینی ماوس گنده. تمام سوقاتی ها را که باز کردند، کریسین با به من خبر داد که صبح بعد آنها به روستا می روند و تمام تابستان را آنجا می مانند و کلیدهای های آپارتمان را نشانم داد. همچنین نشانی نزدیکترین فروشگاه 24 ساعته را به من گفت من همان کاری را کردم که هر شخص با عزت نفسی انجام میداد. پرسیدم آیا می توانم با آنها بروم؟ و کریستین جواب داد نه. آپارتمان کوچک میشل و کریستین در محله غود تقبیگو پر بود از کتاب و مجله. قفسه های کتاب در تمام اتاقها ها ردیف شده بود. از هنر ژاپنی گرفته تا ادبیات روسیه تا آثار دانته و جویس. هر موضوعی پیدا میشد، البته به جز مهمان نوازی. اگر کریستین و میشل را ندیده بودم و فقط در آپارتمانشان اقامت میکردم، شاید از آنها خوشم می آمد. در حمام یک دوره سه ساله از مجله زوم گذاشته بودند. یک نشریه عکاسی که در تمام تصاویرش سینه زنان را به نمایش گذاشته بود. البته به شکلی روشنفکرانه. برای یک مطلب تمام صفحه درباره گونه های در حال انقراض آفریقا بومی ایستاده بودند کنار صفی از مدل های سفید پوست با سینه های اوریان که ماسک آفریقایی زده بودند برای نمایش گل های وحشی چه راهی بهتر از این که چند مدل نیمه برهنه را رنگ بنفش بزنیم و بنشانیم کنار گل ها حتی آگهی های تبلیغاتی هم تم مشابهی داشتند در یک آگهی مخصوص قهوه یک مدل تیره پوست نشسته بود روی تپه از دانه های قهوه هم دانه ها و هم مدل بدون پوشش بودند طی سالهایی که زبان فرانسه را یاد می گرفتم در هر کتاب درسی که خوانده بودم شرحی پراب و تاب از جشن فراموش نشدنی روز باستی نوشته بودند رژه در خیابان شانزلیزه آتش بازی، شادی همگانی و خاطرات خوشی که تنها در این روز ایجاد می شوند. یک روز بعد از رسیدن در حالی که تک و تنها در آپارتمان نشسته بودم متوجه شدم که قرار است این تعطیلی بسیار مهم را با خودم در یک آپارتمان فسقلی و دور از تمام مراسم بگذرانم. از آنجا که کسی را در پاریس نمی فکر کردم بروم با سرایدار صحبت کنم. شاید پیشنهادی داشته باشد. به گفته کتاب هایی که درباره فرهنگ فرانسوی خوانده بودم اغلب سرایدارها زنان موسنی بودند که به تنهایی در طبقه همکف ساختمان زندگی میکردند و از پشت پرده های توری زاق سیاه ساکنان را چوب میزدند. معمولا مردم درباره نامه های پستی یا کلیدهای های گم شده از سرایدار سوال می کنند نه برای روابط اجتماعی ولی من دستم از همه جا کوتاه بود در زدم و از اینکه توسط نوئل یک زن توپل و خوش برخورد در اوایل چهل سالگی مورد استقبال قرار گرفتم به نحو دلپذیری قافل گیر شدم. برایش توضیح دادم که تازه از کالیفرنیا به پاریس رسیدم و نمیدانم در روز باستی چه کنم. به محض شنیدن کلمه کالیفرنیا سرحالتر شد. با هیجان فریاد کشید اه اون کالیفرنیان. نمیخواستم توی زقش بزنم و بگویم که در واقع اون ایغنین هستم. بنابراین فقط لبخند زدم. او میخواست بداند آیا نزدیک هالیوود زندگی میکنم و آیا هیچ آدم مشهوری را میشناسم؟ به او گفتم خانمان تا هالیوود یک ساعت فاصله دارد و در مورد آدم های مشهور اول فکر کردم به او بگویم پدر خودم از نوادگان پیامبر است اما می دانستم چون این تشخصی به کارش نمی خورد. نوئل گفت شب بعد بیایم پیش او تا با هم به شانزلیزه برویم. گفت برای رسیدن آن موقع بی سبری می کند. من هم همینطور. اصر فردا یک پیراهن هوایی پوشیدم. یک شلوار جین و آدیداس نویی که برای این سفر خریده بودم. در خانه نوئل را زدم. ولی زنی که جواب داد هیچ شباهتی به سرایداری که شب قبل دیده بودم نداشت. نوئل یک لباس شب قرمز تنگ پوشیده بود که بر جستگی های فراوان بدنش را آشکارتر تر می کرد. یقیه بازش به زحمت سینه های عظیم او را می پوشند. هر نفسی که می کشید انتظار داشتم سینه ها خود را آزاد کرد و بیرون بیایند و همراه ما رژه را تماشا کنند. راه افتادیم و مسافت سه خیابان تا ایستگاه مترو را قدم زنان طی کردیم در حالی که توجه تمام لاتولوت‌های های شهر روشنایی را جلب کرده بودیم همینطور که نوئل در خیابان او را اتوار فکر کردم می از رژه چشم پوشی کنیم چون خودمان یک رژه راه انداخته بودیم در حین سواری طولانی با مترو در محاصره آن نو مردهایی نشسته بودیم که همیشه آنها را به وانتهایی ربط می دهم که پشتشان نوشته بود کره اسب از نجابت در تعاقب میرود کره خر از خریت پیش پیش مادر است برعکس من نوئل کاملا از این توجه خوشنود بود اگرچه این امتیاز را باید بهش بدهم که با هیچ یک از مردها صحبت نکرد سرش حسابی گرم پرسجو درباره کالیفرنیا و به خصوص مردان کالیفرنیایی بود. به من گفت به تازگی از روستا به پاریس آمده تا شوهر پیدا کند. اما از مردها حسابی ناامید شده بود چون همه متحل بودند. برایم جای تعجب بود که شرطی هم در نظر داشت. با آن لباس و پاشنه بلند به نظر می رسید هر کسی با داشتن یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y کفایت می کرد. تقریبا ده دقیقه بعد از باقی جمعیت اروپای غربی رسیدیم به شانزلیزه. من و نویل اطراف را گشتیم تا جای دید مناسبی پیدا کنیم. اما هر جا رفتیم فقط پس کله جماعت را می دیدیم. قبلا فکر میکردم هیچ چیز بدتر از حراج بعد از کریسمس در فروشگاه نوردستروم نیست. معلوم بود در اشتباه بودم. رژه شروع شد و به پایان رسید ولی من هیچ ندیدم مراسم که تمام شد من و نوئل راهمان را گشودیم تا به ایستگاه مترو برویم و دیدیم همان چهارده ردیف جمعیتی که در رژه جلوی ما بودند حالا در صف مترو جلوتر از ما ایستاده بودند نوئل با همان سرخوشی گفت اشکال نداره با تاکسی میریم پیشنهاد خیلی خوبی بود منتها تمام راننده ها آن شب را تعطیل کرده بودند لابد در رژه جلوی ما ایستاده بودند بعد از شش هفت خیابان پیاده روی نوئل پیشنهاد کرد باقی راه را قدم بزنیم ساعت یک بعد از نیمه شب بود معمولا من بعد از ساعت ده شب نمیتوانم بیدار بمانم در طول سالهای دبیرستان همیشه دوست داشتم اینقدر بیدار بمانم تا برنامه ستردی نایت لایف را تماشا کنم هیچ وقت موفق نشدم در سالهای دانشجویی لازم نبود پدر و مادر نگران سر و کار داشتن من با مواد مخدر و الکل باشند زمانی که پارتی ها شروع می من در دوره سوم رم خوابم بودم همچنین بین دوستانم به نداشتن حس جهتیابی معروفم که مرا قربانی ایدئالی برای بچه دوست ها می سازد. نیازی به چشم بند نیست من را به جایی ببرید نمیتوانم راه برگشت را پیدا کنم. بنابراین تنز غریبی بود که خودم را در یک شهر ناآشنا می دیدم. در حالی که تلاش می کردم راه بازگشت به خانه را بیابم و از وقت خوابم هم کلی گذشته بود. تمام مسیر برگشت به خانه مشغول معامله با خدا بودم. خدایا اگر فقط مرا به خانه برسانی هیچ وقت دیگر چیزی نخواهم خواست. ما بین مکالمه با قادر متعال به تختق پاشنه کفش نوئل گوش می کردم. نوعی کد مرس که راهنمای من در بازگشت به غود و بود. تا آن موقع دیگر حرف های من ته کشیده بود. یا بهتر بگویم نوئل چیز بیشتری برای گفتن در مورد مرد ها نداشت. اسباب تأسف بود که من چیز زیادی برای گفتن در این باره نداشتم، چون اگر توصیف میزش را بگیریم آدم دیر بالغی بودم مدرسه چند روز بعد شروع شد کلاس ها مثل رژه روز باستی نامید کننده بود تمام معلم ها در اوایل بیست سالگی بودند و هیچ کدام به نظر نمی رسید علاقه ای به تدریس داشته باشند لابد خیلی دلخور بودند که تابستان یعنی فصلی که فرانسوی ها معمولا پای تخت را ترک می کنند در پاریس گیر کردند. یکی از معلم های زن تمام مدت را به لاس زدن با مرد های کلاس گذراند و زنها را به کلی نادیده گرفت. یکی دیگر مجبورمان کرد اشعال ژاک برل را ترجمه کنیم. هنرمند مشهوری که ترانه هایش به درد فیلم خودکشی یک موزیکال میخورد. ساعتهای طولانی با ترانه ها سر و کله می زدیم در حالی که معلم می نشست و با نگاهی رویایی به دور دست ها خیره می شد. شاید ترجمه های من حق مطلب را به طور کامل در مورد این ترانه ها ادا نکند چون این معلم روش خاصی از تدریس بدون دخالت داشت روشی که به این تفسیر می شد که یک گوشه بنشیند و لابد به یادآوری تابستانی که جای دیگری گذرانده بپردازد فقط گاهی با اکراه ما را راهنمایی کرد. مثلا وقتی که هیچ کدام از دیکشنری های ما لغت پوتن اصطلاح آمیانه برای فاحشه را نداشتند با اتمام ترانه های این کلاس می توانستیم فعل مردن را در تمام زمانها صرف کنیم اگر ضمن درس های اندوهناک فرانسه چند دوست پیدا می دستکم چند درجه شادتر می متأسفانه متاسفانه دانش آموزان کلاس خیلی بزرگتر از من بودند و اغلب مهاجران تازه رسیده بودند که تلاش می کردند زبان فرانسه را یاد بگیرند اینها کسانی نبودند که مایل باشند پاتوق مورد علاقه گرترود اشتاین را پیدا کنند مایل بودند کار پیدا کنند. معدود آدم های جالبی که ملاقات کردم سه روز بعد میخواستند آنجا را ترک کنند و به جای دیگری بروند. در واقع هیچ کس به جز افرادی که زیر برج ایفل جا کلیدی میفروختند تابستان در پاریس نمی ماندند. تنها جنبه مثبت دو ماه تنهایی من این بود که زبان فرانسه کاملا سلیس شد. همچنین با وقت آزاد فراوانی که داشتم تقریبا تمام موزه های شهر را دیدم. عقب افتادگی فرهنگی که بعد از گذراندن شش سال در کالیفرنیای جنوبی داشتم حسابی جبران شد. جنبه منفی این تابستان درک این نکته بود که شاید در لذت 17 ساله بودن حتی در پاریس زیادی مبالغه شده شاید آن تابستان به نوعی از باقی مانده زندگیم خبر میداد. شاید به یک هستی در تنهایی واقعی محکوم شده بودم که تنها لذتش نه در مصاحبت آدمیان که در همراهی نانهای کرواسان است. شاید روزی به این نتیجه می رسیدم که اشعار ژاک برل را روحی بخش بدانم. چند ماه بعد از بازگشت به کالیفرنیا، نامه ای از نوئل دریافت کردم که خبر میداد به کلدونیای جدید رفته است جایی که به گفته او نسبت مردان به زنان پنج به یک بود من مهربانی او را که روز باستی مرا به شانزلیزه برده بود تا یکی از آرزوهایم را تحقق بخشد به یاد داشتم گیریم که مرا با یک کالیفرنیایی واقعی که لابد پل نیومن یا شر را میشناخت اشتباه گرفته بود اما در ازای اینکه یکی از رویاهایم را عملی کرده بود صمیمانه آرزو کردم مرد ایدئالش را در آن جزیره کوچک اقیانوس آرام در انتظار خود بیابد اگر قرار بود کسی از تابستان من در پاریس فیلم بسازد آن فیلم رومانتیک در آستانه بلوغی که قبلا امیدوار بودم نمیشد فیلم سیاق و سفیدی میشد پر از کلوزاب های ابروهای در هم کشیده و خورده نان کرواسان. موسیقی متنش صدای درهای مترو بود که باز می شدند و بسته می شدند و باز می شدند و بسته می شدند. در برابر چنین پس ای که دلهوره های دوره نوجوانی را نشان می داد، باید نمادی برای اعتماد به نفس ناشی از رشد روحی و عقلی تصویر می شد و البته برای تاثیر بیشتر خوب بود روشنفکرانه چند تایی مدل نیم اوریان در پس زمینه چیده شود. عروسی ازدواج من با یک دروغ چاق و گنده شروع شد. به پدر و مادر گفتم خانواده فرانسوا از نامزدی ما خوشحال هستند. چاره ای نداشتم. در فرهنگ ایرانی پدرها فقط در صورتی به ازدواج دخترشان رضایت می دهند که داماد آینده و خانوادهش عروس را روی سر بگذارند. هیچ اغمازی در کار نیست. اگر خانواده داماد نانو آورد، فراموشش کنید. نامزدی تمام. پیش به سوی خواستگار بعدی. اوایل دوستی با فرانسوا مادرش گفته بود هیچ وقت حق ندارم پایم را در خانه او بگذارم. این پیش از آن بود که مرا ببیند. قبل از آشنایی با من فرانسوا مدتی یک دوست دختر فرانسوی داشت که از هر نظر باهوش و شایسته بود اما یهودی بود مذهب او تا وقتی مشکل محسوب میشد که فرانسوا با من دوست شد در مقایسه با یک مسلمان دوست دختر یهودی آنقدرها هم بد به نظر نمی رسید یک بار از فرانسوا پرسیدم با چه دختر دیگری ممکن بود دوست شود که مادرش را بیش از این دلخور کند گفت خب یه کمونیست دو جنسگرای سیاه پوست بیشتر ناراحتش می کرد. پدر و مادر من واکنش کاملا متفاوتی در برابر فرانسوا داشتند. اولین بار که حرفی درباره او شنیدند تابستان پس از سال سوم دانشگاه بود. شش ماه بعد از شروع آشنایی من. در پنج تا و نصفی از این ماه من و فرانسوا می دانستیم که قرار است ازدواج کنیم. اما چیزی به خانواده های ما نگفته بودیم. من فقط به پدر و مادرم خبر داده بودم که با کسی دوست شدم و از آنها خواستم با او ملاقات کنند. دوستی با جنس مخالف برای پدر و مادر مفهومی کاملا بیگانه بود. چیزی شبیه نمایش گاوچران ها یا پرورش قزلالا. آنها مثل تمام خواهران و برادرانشان هیچ وقت با جنس مخالف دوست نشده بودند. ازدواجشان را هم اعضای خانواده ترتیب داده بودند. مادر هرچه در این باره می دانست از سریال روزهای زندگی ما یاد گرفته بود. به خصوص رابطه آشفته دو بازیگر اصلی. اطلاعات پدر هم بیش از او نبود. بار اولی که پدر و مادر فرانسوا را دیدند اصرار کردند او را به بهترین رستوران ایرانی در لس آنجلس ببرند. پدر اول پیش غذا سفارش داد و فرانسوا همانطور که از مادر درباره محتویاتش پرسجو می کرد آن را با اشتها خورد. این سماق است، اینها خیار قلمی ایرانی هستند، این پنیر فتا با شیر گوسفند درست شده؟ پیش غذا که تمام شد، فرانسوا مفصلترین غذای منو را انتخاب کرد. چلو کباب سلطانی، مخلوطی از گوشت بره، گوشت گوساله و جوجه کباب روی کپه عظیمی از برنج. سفارش رسید. به نظر می آمد کسی یک دامداری کامل را به سیخ کشیده. فرانسوا خورد و خورد و خورد. پدر به فارسی از من پرسید همیشه انقدر می خوره؟ مادر به فارسی گفت خدا کنه حالش بد نشه. در این میان فرانسوا به خوردن ادامه میداد وقتی تمام کرد حتی یک دانه برنج توی دیس بزرگش نمانده بود مادر به او گفت چقدر خوش شانس است که میتواند غذای سه نفر را بخورد و چاق نشود فرانسوا وزنش عادی بود اگرچه از من سنگین تر بود که یکی از دو شرط من را برای دوستی با یک مرد برآورده میکرد شرط دیگر هم این بود که کلا به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون بی علاقه باشد فرانسوا واجد این یکی هم بود در میان ناباوری او دسر هم سفارش داد و با اشتیاق گفت فکرش را هم نمی کند که از بستنی گلاب و پسته بگذرد. آن موقع فقط آرزو می کردم که اگر بالا آورد این اتفاق در ماشین پدر نیفتد. وقتی به خانه من رسیدیم از فرانسوا پرسیدم برای چی انقدر خوردی؟ او گفت شنیده بودم خاور میانه ها عاشق پذیرایی از دیگران هستند من میخواستم پدر و مادرت را خوشحال کنم اما الان باید بروم دراز بکشم والدینم به فرانسوا علاقه پیدا کردند نه به خاطر اشتهایش برای غذاهای ایرانی برای اینکه با محبت بود و برای اینکه من به او دلبستگی داشتم مادر همیشه آرزو داشت من با یک دکتر ایرانی ازدواج کنم کسی که بتواند بدون مترجم با او صحبت کند مردی که والدینش مرا بهترین اتفاق زندگی پسرشان بدانند او با عزمی راسخ به آرزویش پای بند بود و فکر می کرد وقتی به حدود بیست سالگی برسم همان دختر ایرانی خواهم شد که او می شناسد. دختری که وظیفهش را می داند و می گزارد پدر و مادرش برایش شوهر پیدا کند از وقتی به آمریکا آمدیم مادر را منبعی از سرگرمی تلقی می کردم او زنی بود که انگلیسیش باید به انگلیسی ترجمه میشد زنی که شماره خانواده گردین را توی دفتر تلفن در صفحه ه برای همسایه یادداشت میکرد اما تلفن بقالی را در حرف آ می نوشت تا شمارهش در صفحه اول باشد در تمام دوران تحصیل من فقط یک بار به جلسه اولیا و مربیان آمد و حتی یک کلمه از حرفها را متوجه نشد وقتهایی که قرار بود برای جلسه باشگاه خوراکی ببرم مادر هر بار میخواست ساندویچ پنیر تبریزی و ریحان لای نان لواش درست کند و یا شله زرد همیشه به او میگفتم فراموش کن و آرزو میکردم کاش یاد میگرفت کلوچه جوی کشمشی درست کند مادر به اصطلاح نوجوانها حسابی از مرحله پرت بود احتمالا کسانی که فکر می کنیم بهتر از همه میشناسیم، بیش از همه ما را غافلگیر گیر می کنند. وقتی مادر فهمید می خواهم با فرانسوا ازدواج کنم گفت او پسر سوم من خواهد بود و عشقایش را پاک کرد. در همان لحظه مادر هر چیزی که او و نسل او درباره ازدواج می دانستند کنار گذاشت و وارد دنیای جدیدی شد که دختران خود شوهرانشان را انتخاب می کنند. پدر فقط خوشحال بود که من ازدواج می کنم. او که فقط یک دختر داشت به خصوص خوشنود بود که فرانسوا برای ازدواج با من از او اجازه خواسته است. فرانسوا بعدا به من گفت که پدر حین سخنرانی لطفاً با دختر من رفتار خوبی داشته باش سعی می کرد انگشتر نامزدی من را به انگشت خودش امتحان کند. فرانسوا گزارش داد سعی کردم روشن کنم که پیشنهاد ازدواج را به او ندادم. وقتی برنامه عروسی رسمی شد شروع کردیم به تهیه فهرست مهمانها. ها. علا رقم تردید های اولیه پدر و مادر فرانسوا تصمیم گرفتند بیایند. خواهر شماره دو فرانسوا هم پذیرفت به عروسی بیاید مادر بزرگ مادری که فرانسوا او را می پرستید و بزرگترین عامل موثر بر خود می دانست تصمیم گرفت نیاید. خواهر بزرگ فرانسوا از آمدن امتناع کرد و گفت هیچ راهی وجود ندارد که او با مادرش یا خواهر شماره دو در یک اتاق باشد. شوهر خواهر شماره یک که با فرانسوا از هفته سالگی دوست بود از آمدن امتناع کرد و گفت از آنجا که عملا توسط اقوام نسبی از ارث محروم شده است نمیتواند بیاید شوهر خواهر شماره دو از آمدن امتناع کرد لابد به دلیل کمبود قرص اسحال در دنیا تنها خالی فرانسوا دعوت نشد چون او و مادر شوهرم 20 سال پیش بر سر ملکی در یونان دعوا کرد و با هم قهر بودند. هیچ یک از خالزاده هایش دعوت نشدند و من نپرسیدم چرا. به هر حال شک داشتم که می آمدند. اما امویش از آمدن امتناع کردند و همچنین امزاده ها و اموزاده ها. مادر بزرگ پدری فرانسوا تصمیم گرفت بیاید و طرف فرانسوا را در جشن عروسی برساند به تعداد قابل توجه چهار نفر. برخلاف فامیل فرانسوا اقوام من گرم برنامه ریزی برای یک مراسم لذت بخش بودند پدر و مادر مثل بابا نوئل فهرستی طولانی از نامها پیش رو داشتند این اولین عروسی فرزندانشان بود و نمیشد کسی را از قلم بیاندازند سالن پذیرایی گنجایش 165 نفر را داشت و با در نظر گرفتن اینکه فقط امه ها و اموها و خاله ها و همسران و فرزندان و نوه هاشان 98 نفر هستند مشکل ساز می شد. پدر و مادر حسابی نگران فهرست مدعوین بودند و هر کدام از دوستانی که از قدیم در آبادان می شناختند به یاد می آوردند. ترجیبند حرف هایشان این بود. آنها را که نمی شود نگوییم. من نیمی از افراد فهرست را نمی شناختم. پرسیدم خانواده عباسی کی هستند؟ چرا دعوتشان میکنیم چون آنها پارسال ما را به عروسی دخترشان دعوت کردند تازه آنها استرالیا هستند نمیآیند ولی آنها آمدند و یک خواهرزادشان را هم آوردند ده دوازده تا از هایی که به عنوان آقا و بانو ارسال شده بود با این خبر برگشت که شش نفر خواهند آمد چون عروسی ما در تابستان برگزار میشد آن دست از مهمانان ما که خودشان هم مهمان داشتند تصمیم گرفتند آنها را همراه بیاورند ما صد و چهل نفر را دعوت کردیم صد و شست و سه نفر پذیرفتند و صد و هشتاد یک نفر آمدند من و فرانسوا توافق کرده بودیم مراسم ازدواج را هم در کلیسای کاتولیک برگزار کنیم و هم در یک مراسم سنتی ایرانی بخش دشوار ماجرا پیدا کردن یک کشیش کاتولیک بود که به پذیرت یک ازدواج مختلط را اجرا کند. فرانسوا با چند کلیسا تماس گرفت اما به او گفتند باید به همان کلیسایی که عضو برود. فرانسوا در تمام عمرش فقط چند بار به کلیسا رفته بود. او همانقدر کاتولیک بود که من مسلمان بودم. تصمیم گرفتم با کلیسای کاتولیکی که نزدیک خانمان در نیوپورت بیچ بود تماس بگیرم تلفن زدم و به کشیش گفتم شوهر آینده من فرانسوی است اما میخواهیم در کالیفرنیای جنوبی که محل زندگی خانوادهمان است ازدواج را برگزار کنیم به او گفتم که البته تا حالا کلیسا نرفتم چون مسلمان هستم اما اگر کاتولیک بودم حتما به کلیسای او میرفتم چون نزدیک خانمان است و او هم گفت خب ادامه دادم من آدم درستکاری هستم می توانستم کاتولیک، یهودی یا هر چیز دیگری که بگویید باشم در اصل تمام ادیان یک چیز را می گویند و من در هر کدام از آنها قرار می گیرم او گفت خب دقیقا نمیشه اینطور گفت حرفش را قطع کردم منظورم این است که همشان برای رسیدن به هدف یکسانی کار می کند. شاید کشیش راه دیگری برای پایان دادن به این مکالمه نمی شناخت. قبول کرد که با من ملاقات کند. کشیش کریستوفر مردی مهربان و روشن و با یک حس تنز عالی از کار درآمد. او پذیرفت که ما را به ازدواج هم درآورد. البته عروسی ما شامل اشای ربانی نمیشد و در واقع نسخه فشرده از مراسم کاتولیک بود. ما باید ده دوازده بار پیش او می رفتیم تا احکام مربوط به تحول و مذهب را برایمان شرح دهد. همچنین لازم بود در یک دوری عزلت شرکت کنیم که در صومعه برگزار میشد با این هدف که ما را برای ازدواج آماده سازد. روز اول یکی از سخنران ها به سمیناری اشاره کرد درباره مشکلات ویژه بر سر راه ازدواج های مختلف. در آن سمینار شرکت کردم اما دریافتم ازدواج های مختلفی که او اشاره کرده بود یهودیان یا مسلمانان را در بر نمی گرفت بلکه پروتستان ها مسیحیان ارتودکس و سایر کسانی را شامل میشد که همه از عیسی مسیح پیروی میکردند. با قدری تفاوت در جزئیات برنامه ریزی برای مراسم ایرانی یا عقد راحت بخش عروسی بود ام صدیقه و شوهر امم عبدالله از زمان مهاجرت به آمریکا زندگیشان را با ترجمه اسناد رسمی و ارائه خدمات ثبت سند میگذراندند شوهر امم عبدالله خطبه عقد هم میخواند شغلی که به او امکان میداد معلومات عمیقش از قرآن و زبان عربی را به کار گیرد مهمتر از همه این شغل به آن معنی بود که ام صدیقه اخبار دست اولی از هر ازدواج قریب الوقوعی تا کیلومترها آن طرفتر را در اختیار داشت. مراسم عقد در خانه عروس برگزار می شود و محدود است به اعضای فامیل و دوستان نزدیک. خانم سندبرگ معلم کلاس دوم دبستان هم دعوت بود. چون خانه پدر و مادر کوچک بود، امو علی و زن لیندا با مهربانی اجازه دادند از خانه آنها استفاده کنیم. انتخاب به جایی بود چون امو این نخستین فرد فامیل بود که با یک غیر ایرانی ازدواج کرده بود. وقتی در آمریکا رزیدنت پزشکی بود، بالیندا که یک پرستار بلوند بود آشنا شد. در آغاز نگرانی های زیادی راجع به انتخاب او وجود داشت. هیچ یک از لیندا را ندیده بودیم، اما بدیهی بود که او نمیتواند غذاهای ایرانی بپزد. چه بر سر امو علی می آمد؟ آیا یک مرد ایرانی می تواند بدون پلو با گوشت بره زنده بماند؟ لیندا نه تنها یک آشپز ایرانی فوقلاده شد بلکه آشپزی ایتالیایی را هم یاد گرفت و تبدیل شد به یک کتبانوی نمونه. او در حالی به این مهارت ها دست یافته بود که تمام وقت شاغل بود و در مطب به علی کمک می کرد. حالا خانواده نمی داند امویم بدون او چه کار می کرد. همه قبول دارند که علی شانس آورد. برای عقد نیاز به یک سفره داشتیم که یک پارچه دست باف سنتی است حدوداً به اندازه یک رو تختی دو نفره متوسط. روی آن خوردنی ها و اشیایی چیده می شوند که هر کدام مفهوم خاصی دارند. در بالای سفره آینه و شمدان قرار میگیرد که نماد بیالایشی و عشق هستند. خانواده های ایرانی این اشیاء را از نسلی به نسل دیگر انتقال میدهند. پدر رمانتیک من آینه شمدان خودشان را بعد از ازدواج فروخته بود. کمی بعد تصمیم گرفته بود حلقه ازدواج مادر را بفروشد تا بتوانند یک هفته بیشتر کنار دریای خزر بمانند. سفره و آینه و شمدان را از یک خانم ایرانی اجاره کردیم. که کاسبی پر رونقی در فراهم کردن تجهیزات مراسم عقد دارد. خیلی از ایرانی ها موفق نشده بودند آینه و شمدان حجیمشان را به آمریکا بیاورند. بنابراین یک کسب و کار منحصر به فرد اجاره دادن ایجاد شد. روی سفره انواع شیرینی ها چیده می شود. نقل بادام، باغلوا، کلوچه بادامی و نان برنجی، شیرنی ها را خاله دردونه درست کرد که البته از جنبه فنی خاله من نیست خاله زن پسرمو مرتزا است اما با دست پختش جایش را در دل همه ما باز کرده از جمله شوهرم که او هم خاله صدایش می کند هفته پیش از عروسی او هر روز به خانه ما آمد و جلسات طولانی پخت و پز را برگزار کرد که خانه را سرشار کرده بود از عطر گلاب کره و آجیل بو داده. به جز یک سبد بادام و گردو هم بود. نمادی از باروری، یک پیاله اصل برای زندگی شیرین و بشخاب نان و پنیر و سبزی که نماد برکت بود. و دست آخر درختچه چوبی کوچکی که سر هر شاخش ترکچه های کندکاری شده آویخته بود و نماد چیزی نبود ولی قشنگ بود. مراسم اینطور شروع شد که من و فرانسوا نشستیم جلوی آینه و همه در حالی که سعی می دید مناسبی داشته باشند دور سفره جمع شدند. شوهرم مم عبدالله خطبه عقد را به فارسی آغاز کرد. آیه از قرآن به عربی خواند. بعد همه چیز را به انگلیسی ترجمه کرد. در حالی که کارش را انجام می داد، چند تا از زنهای فامیل پارچه کوچکی روی سر ما گرفتند و دو کل قند را به هم می سابیدند. به این شیوه از بارش شادمانی به زندگی زوج اطمینان حاصل می شود. دست آخر از ما سوال شد آیا می خواهیم به ازدواج یکدیگر دراییم؟ داماد باید بلافاصله بگوید بله اما از عروس انتظار می رود ناز کند و تا آخرین لحظه داماد و خانواده را مسترب نگه دارد. وقتی شوهر امم پرسید که آیا می خواهم به ازدواج فرانسوا آیم چیزی نگفتم. فامیل ها فریاد کشیدند عروس رفت گل بچینه. شوهر امم سوالش را تکرار کرد. دوباره من چیزی نگفتم. فامیل فریاد کشیدند عروس رفت گلاب بیاره. شوهر امم برای بار سوم پرسید و این بار گفتم بله. شوهر امم ما را زن و شوهر اعلام کرد و همه هل کردند. وقتی به پدر و مادر تلفن میزنم، معمولا اول با مادر صحبت می کنم. بعد که میخواهم با پدر حرف بزنم، اغلب می شنوم از پشت سر داد میزند بهش بگو من رفتم گل بچینم. اگر عجله داشته باشم به مادر میگویم که از او بخواهد مسخره بازی را بس کند و گوشی را بردارد. بعد می شنوم که میگوید بهش بگو من رفتم گلاب بیارم. به نظر او این کار خیلی بامزه است. خطبه عقد که تمام شد همه همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. بعد از آن باز همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و بعد همه عکس گرفتند و هر کس خودش را قاطی عکس دیگران کرد. عکس گرفتن دو ساعتی طول کشید و فرانسوا قر که ناچار است دائم لبخند بزند و صورتش درد گرفته گفت هیچ وقت این همه آدم در یک روز مرا نبوسیده بودند. به سختی می شود ایرانی ها را از رسم در آغوش گرفتن و بوسیدن هر دو طرف گونه جدا کرد. زنها زنها را می بوسند، مردها زنها را می و مردهای گنده پشمالو، مردهای قوی هیکل دیگر را می بوسند. خارجی ها مخصوصا مردان این رسم را قدری آزار دهنده می آبند. چون فرانسوی ها هم دو بار گونه هم را می بوسند. فرانسوا از انبوه فامیل هایی که منتظر بودند ماچی از او بگیرند زیاد وحشت زده نبود. هرچند شکایت می کرد که ماچ بعضی فامیل ها قدری آبدارتر از آنی بود که او دوست داشت. من آمریکایی هایی را دیدم که بیخبر از آداب ماچ و بوسه با مشاهده عموی ایرانی لبغنچه کرده ای که با آغوش گشوده نزدیک می شود می خواهند از نزدیک ترین در خروجی فرار کنند. حتی بعد از مراسم عروسی ما در کلیسا که قرار بود همه آرام و به نوبت از کلیسا خارج شوند خیشان من برای یک مراسم عظیم روبوسی ریختند به سر و کله هم. انگار که بار اول است به عروسی در کلیسا می رویم. البته همینطور هم بود. دشوارترین بخش عروسی من پیدا کردن سالن پذیرایی بود. عروسی های ایرانی معمولا ساعت ده شب شروع می شوند و تا دو صبح طول می کشند. بنابراین ناچار بودیم از باشگاه ها و محل های رو صرف نظر کنیم. لازم بود غذای ایرانی صرف شود. پس تمام هتل ها که درآمد عمدهشان از پذیرایی با غذاهای خودشان است حذف می شدند. بودجه ما محدود بود. در نتیجه تمام جاهایی که باغ داشتند و یا پیش انگلیسی زبان استفاده می کردند، کنار گذاشته شدند. سرانجام پذیرایی من را در یک رستوران هندی چینی نزدیک فرودگاه گرفتیم. کاسبی آنها اول به عنوان رستوران هندی شروع شده بود، اما فروش کم بود. صاحبانش با سماجت خاص مهاجران غذاهای چینی را هم اضافه کرده بودند. اینجا جایی بود که کسی میتوانست مرغ تنوری سفارش دهد یا فویونگ خرچنگ، سوپ عدس یا سوپ کوفته ماهی، جایی که چاشنی هایش هم سس سویا را شامل میشد و هم چاتنی. این رستوران مرا به یاد یک فرش فروشی پاکستانی میانداخت که در شمال کالیفرنیا دیده بودم که علاوه بر فرش قطعات دست دوم کامپیوتر هم میفروخت و نهایتا فروش فلافل را هم اضافه کرد تصور میکنم چند سال بعد موم ساق پا هم جزو خدمات آنها خواهد شد مدیر رستوران مرد هندی درشت اندامی بود با شکمی برآمده دل گنده به بودا می آمد ولی به این آدم نه. برای اضافه شدن به جذابیتش، سفیدی چشمهایش به رنگ زرده تخم مرغ بود همراه با یک خون گرفتگی دائمی. این مرد با آسانی می توانست هنر پیشه جنگ ستارگان بشود. شب عروسی من او ایستاد جلوی در قفل شده رستوران و گفت به شرطی میگذارم بروید تو که همین الان 400 دلار اضافه نقد بدهید با مهمانانی که یک ساعت بعد سر می رسیدند پدر که به نحو قابل ملاحظه ای جسهش کوچکتر از او بود انتخاب چندانی نداشت متاسفانه یا شاید خوشبختانه من تا چند هفته بعد چیزی از این واقعه نشنیدم منصفانه است که بگوییم جیغ عروس به عنوان لحظات به یاد ماندنی روز عروسی انتخاب مناسبی نیست. پذیرایی ما یک جشن متعارف ایرانی بود با مقدار زیادی موسیقی، آرایش های بیش از حد و غذایی عالی. وقتی من و فرانسوا وارد شدیم، همه بلند شدند و دست زدند سر تمام میزها دور گشتیم و باز کلی بغل و بوس و آرزو برای آینده شاد اما صدیقه به دنبال ما می آمد و سکه های کوچک طلای بدلی را روی سرمان می ریخت. در ایران قدیم از طلاهای واقعی استفاده می شد. همه حتی پادوهای رستوران می دانستند که سکه ها بدلی است. همه به جز خواهر شوهر جدیدم که تمام شب با دست پاچگی به جمع کردن آنها پرداخت. وقت شام که شد ما جلوی صف بودیم و پس از ما کشیش کریستوفر ایستاده بود. گفته بود این مراسم پذیرایی از آنهاست که نمیخواهم از دست بدهم. غذا عبارت بود از شیرین پلو با خلال هویج، خلال بادام، زعفران و جوجه، باقالی پلو با ران بره، خورشت بادمجان، خورشت سبزی، دلمه برگ مو و سالاد خیار و گوجه و سبزی پدر و مادر سفارش داده بودند که یک گوسفند درسته هم کباب شود پارسیان مانند رومی ها و یونانی های پیشین به ذبح گوسفند در رخدات های خوب اعتقاد دارند تصور می شود که این کار باعث رفع چشم بد است عروسی، شغل جدید، ماشین نو و به دنیا آمدن بچه همیشه با این آین سنتی همراه می شود. در ایران خانواده هایی که از عهده خرید گوسفند بر نمی آیند از مرغ استفاده می کنند. خانواده های مرفه تر معمولا گوشت را به فقرا می دهند. ایرانیان مقیم آمریکا مجبور شدند این رسم را قدری تغییر دهند. سربریدن گوسفند جلوی خانه‌ای در لس آنجلس احتمالا از دید ها کار خوشایندی نیست. بنابراین وقتی اتفاق خوبی می افتد که زبه گوسفند را طلب می کند به کی باید زنگ بزنی؟ درسته، فامیل ها در ایران حالا گوسفند ها در ایران زبه راه دور شده و میان فقرا تقسیم می شود پسرت لکسوس خریده؟ باید گوسفند قربانی کنی نوت از دانشکده حقوق UCLA فارغو تحصیل شده؟ گوسفند یادت نره؟ برای عروسی من مسئول تهیه غذای ایرانی گفت با 250 دلار اضافه که در ایران قیمت چند گوسفند به علاوه دستمزد چوپان است یک گوسفند را برای تزیین وسط میز کباب می کند. جواب من این بود خدای من نه اما به نظر نمی رسید عقیده عروس بختی در برابر سنت داشته باشد حاصل کار در میان هل هلهله بیش از آنچه ورود خود من ایجاد کرده بود در ابتدای شام روی میز چرخدار نه یک گوسفند بلکه اسکلت یک گوسفند قرار داشت تمام گوشت ها قبلا جدا شده بود روی جمجمه اش یک کلاه بوغی مخصوص میهمانی بود و جایی که زمانی چشمانش بود حالا یک عینک آفتابی نشسته بود این موجود نه به مراسم عروسی بلکه به روی جلد رمان استفن کینگ تعلق داشت. پدر کریستوفر اعلام کرد آماده به آوردن مراسم وصیت است. یک شوخی کاملا با مزه کاتولیکی که میان آن جمعیت به هدر رفت. پس از شام رقص ادامه یافت. دیجی همه چیز پخش کرد. از آهنگ های ایرانی تا آهنگ های روز آمریکا تا سالسا. محوطه رقص پر بود. تا اینکه وقت پرتا به دست گل رسید این مراسم را در ایران نداشتیم اما هر رسمی که به یافتن شوهر مربوط شود به سرعت و سهولت در فرهنگ ما جا افتد در حالی که دختران واجد شرایط نفسشان را حبس کرده بودند دست گل را پرت کردم آن وقت برگشتم ببینم عروس بعدی چه کسی خواهد بود آنجا وسط مراسم پذیرایی من توی عروسی من یک آدم کاملا غریبه دسته ارکیده زرد مرا در دست گرفته بود در حالی که عکاس به زحمت خود را جلو می کشید تا از او عکس بگیرد مادر را پیدا کردم تا از او بپرسم که او کیست این سهیلاست دختر مجد خانوم که امشب مواظب نواهای های امه زریه میخواد ازدواج کنه اما قدش خیلی درازه و پیدا کردن شوهر ایرانی براش مشکله برای همین امزری اونو آورده و فکر کرده شاید توی عروسی تو کسی رو ببینه من که چشمم آب نمیخوره خیلی درازه فقط می توانستم امیدوار باشم عروسی هم کوچکی برای این مهمان ناخوانده انجام دهد دوست دارم فکر کنم او بالاخره یک شوهر پیدا کرد شاید یک دکتر ایرانی قد بلند یا شاید یک کاسب مکزیکی قد کوتاه با قلبی بزرگ یا یک کتاب فروش دورگرد کاتولیک ایرلندی قد متوسط که خانوادهش فکر کنند او بهترین اتفاق در زندگی پسرشان است. اما بدون توجه به نژاد شوهرش یک چیز قطعی است. اگر او ازدواج کند یک جفت از گوسفندهای ایران باید با زندگی وداع کنند. حس می کنم زمین زیر پاهایم حرکت می کند. بعد از ازدواج من و فرانسوا از بابکشی کشی کردیم به سان فرانسیسکو و آپارتمانی در طبقه آخر یک ساختمان چهار طبقه اجاره کردیم. ساختمان آرامی بود. مسجران اغلب سرشان به کار خودشان بود. طبقه دوم به طور کامل در اختیار پیرزنانی بود که تنها زندگی می کردند. صبح یکی یکی ساختمان را برای گردش روزانه ترک می کردند و به کمک اصا یا دربان تاتی تاتی می رفتند. یک ماه بعد از اسباب کشی، یک روز از سر کار زودتر به خانه برگشته بودم تا به چند خوردهکاری کاری برسم. داشتم می رفتم زیر دوش که تلفن زنگ زد. حولم را پوشیدم و تلفن را جواب دادم. از اداره پست بود. قبلا درباره یکی از کادوهای عروسی که شکسته به دستم رسیده بود با آنها تماس گرفته بودم همونطور که داشتم توضیح میدادم که نه برای کادو برگ خرید ندارم اتاق شروع کرد به لرزیدن و تکان خوردن عکس هایی که فرانسوا تازه به دیوار زده بود پرت شدند روی زمین و همه جا پر از شیشه خورده شد کابینت های آشپزخانه با شدت باز شدند و لیوان ها و بشقاب ها ریختند بیرون و روی کاشی کف متلاشی شدند. شنیدن صدای شکستن تنها یک لیوان حراساور است و آن موقع صدای خرد شدن ده شیشه ای را از تمام اتاقها ها می شنیدم و همه در یک آن. من که در کالیفرنیا بزرگ شده بودم همیشه درباره واقعی بزرگ شنیده بودم. زلزله عظیم اجتناب ناپذیری که در انتظار همه ما بود که زندگی در نور و آفتاب را بر اقلانیت ترجیح داده بودیم حد زدم خودش است نخستین فکرم این بود که الان ساختمان فرو می ریزد خواستم به جای حوله که پوشیده بودم یک لباس بتن کنم اما بعد فکر کردم کی اهمیت میده کف خانه پر بود از شیشه شکسته بنابراین اولین کفشی که دم دستم بود یعنی دم پای خرگوشی های فرانسوا را قاپیدم یک بالش هم برداشتم تا سرم را از ریزش آوار محافظت کنم. میخواستم بروم بیرون که یاد پدر و مادر افتادم. باید با آنها زنگ میزدم. گوشی را برداشتم اما تلفن قطع بود. این مرا از خود زلزله بیشتر نگران کرد. پدر و مادر از پیشرفته ترین آدم های ای هستند. مادر یک بار وسط روز تلفن زده بود تا بگوید وقتی اتاق زیر شیروانی را تمیز می کنم حتما کفش بپوشم چون شنیده بود زنی پا برهنه اتاق زیر شیروانیش را تمیز می کرده که نوع نادری از انکبوت قهوه او را گزیده و زهرش باعث قطع جریان خون به دست و پای زن شده بود بعد هم دماغ زن افتاده بود بیفایده بود به مادر یادآوری کنم که من اتاق زیر شیروانی ندارم پدر و مادر خود را به نگرانی درباره چیزهایی که واقعا اتفاق افتاده محدود نمی کنند. خواب هم جزو بازی هستند. خیلی وقتها باید شرح مفصل یک خواب را تلفنی بشنوم و در ادامه برای همین تلفن زدم ببینم حالت خوبه من بی خودی خواب دیدم که تو توی قایق با یه لاک پشت بنفش گیر افتادی. اگر دلشوره جزو مسابقات المپیک بود تردید ندارم که مدال طلا به پدر و مادر می رسید. تلفن را دوباره امتحان کردم. هنوز قطع بود. آپارتمان را ترک کردم و همینطور که بالش را دو دستی روی سرم نگه داشته بودم از پله ها پایین رفتم. زلزله آژیر اعلام حریق را از کار انداخته بود و راهروها روها جیغ می کشیدند. به طبقه دوم که رسیدم یکی از پیرزنها را دیدم که ایستاده بود دم در و به شدت میلرزید رنگش مثل گیج شده بود اولین فکرم این بود که الان سکت میکند به او گفتم بیا برویم بیرون ممکن است پس لرزه بیاید فقط زد به من بازوانم را دور جسم مرتعش نحیفش قرار دادم و شروع کردم به نوازش سرش مثل پرنده کوچکی میلرزید با لحجه قلیز اروپای شرقی بریده بریده گفت که فقط میخواهد به آپارتمانش برگردد در حالی که هنوز او را در آغوش گرفته و نوازش می کردم رفتیم توی آپارتمانش رو روی کاناپه نشستیم. بهش گفتم همه چیز مرتب است و دلیلی برای نگرانی نیست. خودم به کلمه ای از حرفهایم باور نداشتم اما ظاهرا او داشت. بعد از مدتی کم کم رنگ به چهرهش برگشت. دوباره پیشنهاد کردم از آپارتمان خارج شویم. اما قبول نکرد وقتی که خداحافظی می کردم دیگر عادی به نظر می رسید و داشت می گفت که چقدر خوشحال است که آباجور مورد علاقهش نشکسته. قبل از اینکه از آپارتمانش بیرون بروم از او خواهش کردم تلفنش را امتحان کنم. گوشی را برداشتم و صدای بوق به گوشم خورد. به خانه پدر و مادر زنگ زدم و پدر با صدای سرحال جواب داد. واضح بود چیزی از زلزله نشنیده. گفتم بابا یه زلزله شدید اومد خواستم بدونید حال من خوبه با خوش روی گفت اشکال نداره خب دیگه چه خبر پدر و خامت را درک نکرده بود و من نمیدانستم چطور شدت زلزله را بدون دانستن عدد مقیاس ریشتر بیان کنم گفتم زلزله بزرگی بود همه چی شکست پدرم گفت نگران نباش دوباره می خرید گفتم فقط بدونید حالم خوبه باید برم وقتی قطع کردم فکر کردم باید به خانواده شوهرم هم زنگ بزنم که آن موقع در مارین کانتی زندگی می کردند که پنج دقیقه با سان فرانسیسکو فاصله داشت از وقتی که با فرانسوا ازدواج کرده بودم این تصور رهایم نمی کرد که در یک لحظه خاص ذهن مادر شوهرم روشن می شود پیش داوری هایش را کنار می گذارد و در شادی من و فرانسوا از پیوندمان شریک می شود. تصور می کردم که با هم در حال تدارک شام مفصل کریسمس هستیم و او برای بار صدم به من می گوید که قبل از اینکه بتواند مرا بشناسد چقدر کوتاه فکر بوده است. من هم برای بار صدم جواب می دادم که او را بخشیدم. شماره خانشان را گرفتم. مادر شوهرم گوشی را برداشت. مطمئن بودم که این لحظه ترمیم رابطه هاست. می دانستم مشابه این پیش می رود. وای عزیزم فیروزه این زلزله منو تکون داد و باعث شد بفهمم چقدر احمق بودم چطور میتونستم درباره ای تو از روی ملیتت قضاوت کنم چه فکری با خودم کرده بودم مسلمان یهودی مسیحی ما همه مثل هم هستیم فکرشو بکن چقدر طول کشید تا من بیدار بشم و ببینم که ما شبیه هم میخندیم و شبیه هم گریه میکنیم لطفا من رو ببخش تقریبا درست حد زده بودم مادر شوهرم پرسید چینی‌های شکسته یا نه پیش از عروسی ما فرانسوا توی گاراژ خانه پدر و مادرش دو بسته بزرگ از چینی های لیموش پیدا کرده بود که درشان باز نشده بود فرانسوا قبلا این ها را ندیده بود حدس زد این هم یکی از ظرفهایی است که به پدر و مادرش ارث رسیده ولی هیچ وقت استفاده نکردند از مادرش پرسید میتواند آنها را برای خودش بردارد در لحظه نادری از سخاوتمندی مادرش گفته بود بله در هفته های بعد از زلزله لماپریتا بازرسان ساختمانی آسیبها را اندازه می گرفتند و بناها را با برچسب های سبز، زرد و قرمز علامت میگذاشتند. به ساختمان ما برچسب زرد دادند یعنی برخلاف برچسب قرمز می به خانه های من برگردیم اگرچه تعمیرات زیادی باید انجام میشد. آسانسور باید برای ساکنان مسن تعمیر میشد به جز آن توقع زیادی نداشتیم پذیرفته بودیم که تعریف مالک از نگهداری ساختمان عبارت است از نقد کردن چکهای اجاره چند هفته بعد از زلزله یک روز بعد از ظهر کسی در خانمان را باز کرد در را باز کردم و بانوی مسنی که در زمان زلزله دیده بودم آنجا ایستاده بود یک کیک شکلاتی در دست داشت. به محض دیدن من بغزش ترکید. کیک را به دست من داد، یک دست مال مچاله در آورد و با لحجه قلیزش گفت فقط میخواستم بگویم ولی ادامه نداد. هقهقش بلندتر شد. دوباره گفت فقط میخواست بگویم تو زندگی من نجات داد. اسم من گلدار روبنشتاین بود و تو زندگی من نجات داد. حقیقش را ادامه داد از او تشکر کردم و گفتم راستش او زندگی پدر و مادر من را نجات داده بود چون فقط تلفن او کار میکرد ولی نگذاشت حرفم را تمام کنم گفت فقط باید از تو تشکر کرد و دانستی که زندگی من نجات داد باز برای کیک تشکر کردم و گفتم خوشحالم حالش خوب است و دوباره تشکر کردم که اجازه داده بود از تلفنش استفاده کنم تا یک هفته بعد از زلزله تمام تلفن های ساختمان قطع بود. پدر و مادر بعدا گفتند که پس از تلفن من اخبار را تماشا کرده و خرابی ها را دیده بودند. همیشه می گفتند اگر تلفن نزده بودی از نگرانی می مردیم. در تمام ساختمان فقط تلفن گلدا کار می کرد. یک ماه بعد گلدا دوباره سر زده آمد. این بار فقط نصف کیک شکلاتی آورده بود. دوباره در را باز کردم و بغض او ترکید. کیک را به دست من داد و یک دستمال مچاله در آورد. بین حقیق هایش گفت به پسرم تلفن کرد و من میگویم یاکوف یک فرشته آمد سراغ من. یک فرشته زندگی من نجات داد. با شنیدن اجرای دوباره خودش از مکالمه تلفنی حقیقش بلندتر شد. دوباره برای کیک تشکر کردم و گفتم که خیلی ممنونم از کاری که برای پدر و مادرم انجام داده بود اما او نمیخواست چیزی از آن بشنود هر ماه مثل ساعت گلدا با نصفی از کیک شکلاتی قلبی پر از سپاس و چشمانی پر از اشک به در آپارتمان ما میآمد یک بار که من خانه نبودم با فرانسوا روبرو شده و از او پرسیده بود آیا میداند با یک فرشته ازدواج کرده است بعد هم گفته بود که فرانسوا خیلی لاغر است و او میخواهد قطری چاقش کند نمیدانم بگویم متاسفانه یا خوشبختانه چینی های مادر شوهرم نشکسته بود فقط زلزله باعث شده بود او در دست و دلبازی ناگهانیش تجدید نظر کند برای ما تعجبی نداشت من به این زودی ها با این زن سرود دوستی و محبت نمیخواندم به رغم زیبایی حالا فقط یک کلمه برای توصیف این ظرف ها مناسب بود بدشگون فرانسوا میخواست آنها را پس بدهد و قضیه را کلا فراموش کند من میخواستم از دستشان خلاص شوم اما نمیخواستم آنها را به مادرش پس بدهم همچنین نمیخواستم آنها را بفروشم عقیده داشتم بچگونی آنها به هر پولی که از آنها به دست بیاید منتقل می شود. یک سازمان حمایت از کودکان تحت درمانهای طولانی در بیمارستانی نزدیک ما حراج خیریه داشت با آن سازمان تماس گرفتم و گفتم آیا یک دست چینی هفتاد پارچهای لیموژ آنتیک به کارشان میخورد بله میخورد بعد از حراج ای دریافت کردیم که برای اهدایمان از ما تشکر کرده بود و قیمت فروش را اطلاع میداد خوشحال شدیم که یک نفر حالا صاحب یک سرویس چینی زیباست که هیچ منتی به همراه ندارد مهمتر از آن خوشحال بودیم که به خانواده کمک کرده ایم که از یک کودک بسیار بیمار سرپرستی می کند. و اگر داشتن احساس خوب به عنوان پاداش کفایت نمی کرد، حالا جز احدا کنندگان عمده به سازمان محسوب می شدیم. تا چند سال بعد، مهمان افتخاری مراسم شام احتا کنندگان عمده بودیم که تمام آنها توی خانه های پرزرق و برقی برگزار می شد که نقاشی های روی دیوارشان بدلی نبود. مهمانی هایی که غذا را از مؤسسات تهیه غذا می و ماشین ها توسط مستخدم پارک می شد. آن موقع یک هوندا داشتیم که گلگیرش هم قر شده بود. همیشه به فرانسوا پیشنهاد می دادم ماشین را چند کوچه دورتر پارک کنیم و پیاده برویم. قبول نمی کرد. اصرار داشت که اگر روزی بیدار شود و یک هو ببیند که میلیونر شده دوست دارد از آن نوع آدم هایی بشود که برده نمادهای ثروت نیستند از آن نوع آدم هایی که هنوز اشخاص خورده پا و ماشین هایی که اشخاص خورده پا میرانند را به یاد دارند و اضافه می کرد از آن گذشته ممکن است مستخدم ها اشتباهی یک بی به ما بدهند در این مهمانی های شام با آدم هایی ملاقات می کردیم که اسمشان زینت بخش موزه ها و مؤسسات بزرگ است کسانی که در سه نسل گذشتشان هیچگاه نگرانی مالی نداشتند. در 26 سالگی من و فرانسوا به مراتب از باقی مهمانان جوانتر بودیم. ما که می دانستیم روزهای انگشت شماری به این محافل عیانی راه داریم، سعی میکردیم استفاده کامل را به عمل بیاوریم و دسرها را تک تک امتحان کنیم. هیچ وقت درباره چینی ها به مادر شوهرم چیزی نگفتیم او هم هیچ وقت ازدواج ما را نپذیرفت. حتی به دنیا آمدن بچه های من دلش را نرم نکرد. سرانجام تماس با او را قطع کردیم. چینی های لیموج در نبودشان لذت بیشتری به ارمغان آورده بودند تا وقتی که توی گنجه بودند. البته دیگر سرویس چینی نداریم تا برای بچه های من برس بگذاریم. اما اشکال ندارد. من و فرانسوا تصمیم داریم به فرزندانمان چیز با ارزشتری بدهیم. این حقیقت ساده که بهترین راه برای گذر از مسیر زندگی این است که انسان اهدا کننده امده مهربانی باشد. با آنها خواهیم گفت که ممکن است کسی با داشتن کلی اشیاء زیبا و قیمتی هنوز بینوا باشد و گاهی داشتن دستور پخت کیک شکلاتی کافی است تا انسان بسیار خوشحال تر شود. فصلی درباره بینی وقتی در برکلی دانشجو بودم شیفته یکی از کتابدارهای آنجا شده بودم این زن صاحب زشت ترین بینی بود که تا آن وقت دیده بودم به نظر می رسید بینیش را با منقار یک پرنده عجیب تاخت زده است حدس می زدم جایی در اعماق جنگل های گرم سیری برزیل بر فراز یک درخت انبه یک توکان با یک بینی انسانی زندگی می کند. چیزی که باعث شیفتگی من شده بود نه شکوه مطلق بینی کتاب دار بلکه اعتماد به نفس فراوان او بود این زن سر و گردن خود را مثل یک ملکه زیبایی بالا می گرفت در حالی که او را تماشا می کردم که با رفتاری مطمئن به خود کارهایش را انجام میداد نمیتوانستم جلوی این فکرم را بگیرم که چرا او عقده ندارد در فرهنگ ایرانی بینی یک زن بسیار مهمتر از یک ابزار تنفسی است سرنوشت اوست دختری با بینی زشت به زودی یاد میگیرد که تنها در رویای یک چیز باشد یک جراح پلاستیک زبرده است تنها خانواده های بسیار فقیر هستند که دست به تصحیح اشتباه های دماغی طبیعت نمیزنند هیچ مقداری از جذابیت استعداد و هوش نمیتواند دماغ نازیبا را برای یک دختر جبران کند بی برو برگرد باید تصحیح شود من از دو نوع بینی ارث بردم در سمت پدریم بینی ها بزرگ هستند اما از سایر نظرها کاملا قابل قبولند فقط خدا نمیدانسته یک چیز خوب را کجا متوقف کند بینی های تبار مادریم هم همه بزرگ و قابی هستند گونزو در سریال می استریت شباهت حیرت انگیزی به فامیل مادریم دارد. بچه که بودم فکر می کردم طبیعی است هر وقت عکسی گرفته می شود داد بزنند از نیم رخ نگیر. بینی خودم از نوعی است که می توانستم هم کلاسی های دبیرستانم را با نگه داشتن یک مداد و یک پاک کن در فاصله بینی و دهانم سرگرم کنم. این نمایش آکروباتیک رشکنگیز، تقدیر مرا به عنوان دختری که لازم نبود نگران خرید لباس برای مهمانی های رقص فارغ و تحصیلی باشد کاملا مسجل کرده بود. وقتی کوچک بودم تمام نگاه ها به بینیم بود. دختر کوچک خوشگلی محسوب می شدم. اما هر وقت یک نفر از غیافم تعریف می کرد کسی معمولا مادر می حالا تا ببینیم. همه می معنای این حرف چیست؟ تاریخ پر است از دخترانی که یک روز خوشگل هستند و بعد بوم بینیشان گنده می شود و زنهای فامیل ما با همه آنها آشنایی داشتند. آنها به کار نظارت بردماغ ادامه دادند و رشد بینی من را همانطور پیگیری می کردند که دلالها سهام وال استریت را دنبال می کنند. زمانی که دیگر به نوجوانی رسیده بودم آشکار بود که تا حدی قصر در رفتم بینی من نسخه خلاصه شده ای از مدل عقابی بود شبیه خیشان مادریم بودم اما دماغم ها بد نبود که با عروسک خیم شب بازی مقایسه شود زنهای فامیل به اتفاق آرا عقیده داشتند اگر چه بینی من هولناک نیست می تواند قدری تصیح شود فقط باید نوک بینیت کوچیک بشه در هجده سالگی با پدر رفتیم پیش یک جراح پلاستیک که بهترین در نیوپورت بیچ بود در حالی که در دفتر مجلل این مرد نشسته بودم و به نمای چند سویه اقیانوس نگاه می کردم فکر کردم او چطور می تواند خودش را جدی بگیرد با توجه به مدارک قاب شده ای که روی دیوارها آویخته بود او سالهای طولانی در مؤسسات معتبر پزشکی تحصیل کرده بود اینجا کسی بود که می توانست در جایی زندگی یک نفر را نجات دهد اما به جای آن مشتاقانه منتظر بود نوک بینی مرا حرس کند در حالی که او درباره عمل توضیح میداد آنچه مرا بیش از همه اذیت میکرد این نبود که بدهم بینیم را بشکنند بلکه این بود که بدهم بینیم را او بشکند صرفا احترام کافی برایش قائل نبودم پدر آسوده خاطر شد که تصمیمم برای عمل بینی منفی است عقیده داشت این عمل خیلی گران است. پیشنهاد کردم می توانی در عوض برایم ماشین بخری. جواب داد بینیت خوبه ماشینم لازم نداری. به نفوس بد زنهای فامیل که دماغها در دوران بزرگسالی هم به رشد خود ادامه میدهند من از دانشگاه فارغ و تحصیل شدم، ازدواج کردم و بچه دار شدم. همه با همان بینی قبلی، در واقع سالها بود که به عیبهای بینیم فکر نکرده بودم. پس از دوبار زایمان قسمتهای دیگری از بدن را داشتم که قابلیت بیشتری برای دل مشغولی داشته باشد. اگرچه هنوز به توکان فکر می کردم. هر وقت کسی درباره دماغش گلایه می کرد من داستان کتاب داره متکی به نفسی را برایش تعریف می کردم که بر مشکل عظیم بینیش پیروز شده بود. طبیعتا مردم میپرسیدند او از کجا اینقدر اعتماد به نفس داشت جواب میدادم نمیدانم فقط میدانم داشت خوابش را هم نمیدیدم که یک روز بفهمم حدود بیست سال بعد از آخرین دیدارم با توکان من و فرانسوا و دو بچمان در راه متلی بودیم که قرار بود یک هفته در آن بمانیم خانه را برای فروش گذاشته بودیم و آژانس املاک عقیده داشت اگر ما داخلش نباشیم سریعتر فروخته می شود. انگار اسباب بازی های پخش شده در سراسر خانه و توالت های کشخاص کوچک فراموش می کردند سیفونش را بکشند امتیازی برای بازار یا بی محسوب نمی شود. من و فرانسوا خانه را تمیز کردیم. خرتوپرت های توی کمد ها را خالی کردیم. همه جا گلدان های تازه پر از گل گذاشتیم و آمدیم بیرون. درست وقت خواب به متل محلی رسیدیم در حالی که بچه ها را میخواباندیم فرانسوا با تلفن برای کار احضار شد به محض اینکه او رفت هر مطلبی که تا آن موقع درباره جرائم رخ داده در اتاق متلها خوانده بودم به سرم هجوم آورد مطمئن شده بودم که در لحظه ای که به خواب بروم یک کارمند اخراجی خشمگین که شاه کلید را نگه داشته است باز میگردد تا انتقام خودش را بگیرد باید تا برگشت شوهرم بیدار می ماندم. برای اینکه سرم به چیزی گرم شود تلویزیون را روشن کردم از آنجا که در خانه تلویزیون نداریم فکر می کردم پیدا کردن یک برنامه سرگرم کننده نسبتا راحت باشد اگر شده فقط به عنوان یک تجربه تازه شروع کردم به عوض کردن کانالها گزارش مشروع قاتلان زنجیری را رد کردم سریال های کمدی را مثل برق رد کردم. برنامه های تبلیغاتی فروش آب میوهگیری را رد کردم. آگهی های فروش شامپو را رد کردم. درست وقتی داشتم فکر می کردم خدا رو شکر که تلویزیون ندارم که این آشغال ها را نگاه کنم ناگهان او بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. توکان به جز چند تار موی خاکستری بیشتر هیچ فرقی نکرده بود. فکر کردم لابد برنامه است درباره روش ردبندی دهدهی ده دیویی یا احتاهای جدید به کتابخانه دانشگاه برکلی. اما یک دفعه دوربین عقب رفت و دیدم توکان لخت مادرزاد است. پدر همیشه گفته بود تحصیلات دانشگاهی فرصتهای بی پایانی در اختیارم می گذارد. هیچ نمیدانستم یکی از این فرصتها دیدن کتابداران در حالت برهنه خواهد بود. هم کنج کاف شده بودم و هم چندشم شده بود نگاه کردم تا مطمئن شوم بچه ها خوابیدند آنها هنوز در سنی بودند که با اشتیاق جزئیات زندگیمان را برای غریبه ها تعریف کنند مامان زنهای لخت و تو تلویزیون نگاه می و گفتن این حرفها احتمالاً برودشان را به مهد کودک های خوب آسان نمی امیدوار بودم فرانسوا به خانه برنگردد و فکر کند تا آن زمان راز بزرگی را پنهان کردم لم دادم و مصاحبه را تماشا کردم حتی بیدار تر از قبل توکان برهنه بیش از هر کارمند اخراجی خشم بین تبر به دستی مرا شکه کرده بود بنابر مصاحبه توکان عضو یک جمعیت لختی ها در کالیفرنیای شمالی بود این گزارش مفصل نه فقط تجربه او را به عنوان یک لختی بیان می کرد بلکه تجربه لختی های دیگر را هم در برداشت. توکان شرح داد که چگونه توانسته خود را همان گونه که هست بپذیرد. او به دماغش اشاره نکرد ولی به چیزی اشاره کرد که من راجع به آن خیلی فکر می کردم. گفت در تمام عمرش با عدم اعتماد به نفس دست و پنجه نرم کرده بود تا اینکه با لختی ها آشنا شده بود. انگار لباسها و اعتماد به نفس ضعیفش را یک جا کنده بود مفهومی که می توانست واقعا به دنیای جراحی پلاستیک صدمه بزند با خودم فکر می کردم چقدر عجیب است که این همه درباره اعتماد به نفس این زن فکر کرده بودم و سوالم در یک برنامه گمنامه تلویزیونی نیمه شبی در اتاق یک متل ارزان قیمت پاسخ داده می شود. توکان شرح مزایای برهنگی را ادامه داد اینکه چطور برهنه بودن ظاهر سازی ها را کنار می زند و می دیگران او را همانطور که واقعا هست ببینند همیشه فکر می کردم صحبت با آدم هاست که شخصیت واقعیشان را نشان می دهد. اما انگار دیدن اعضای شلوبل بدنشان هم می تواند چیزهای بیشتری بگوید لختی های دیگر هم در اصل همان حرف های توکان را گفتند اگرچه او به مراتب منسجمتر صحبت کرد. بگذریم که از همشان هم خوش تر بود. پیش از این برنامه فکر می کردم تماشای گروهی از افراد برهنه تا حدی حد سکسی خواهد بود. اما نه این گروه. من تنها کسی نبودم که به جشن رقص فارغ و تحصیلی نرفته بودم. برنامه با صحنه پایان یافت که لختی ها نشسته بودند دور آتش کمپ و میخندیدند و دوستانه گپ میزدند با مشاهده آن گروه شاد و شنگول خود را غرق قصه یافتم. بی اختیار با آن زنان ایرانی فکر کردم که پول میدادند تا دماغشان شکسته شود و تغییر شکلی یابد فقط برای اینکه کسی آنها را لایق عشق بداند. با آن دختران کوچکی فکر کردم که جلوی تصویر خودشان در آینه قوز می به بیاد آوردم که وقتی کلاس چهار روم در تهران بودم چقدر بینی جین فوندا را تحسین می کردم و چقدر از بینی خودم بدم می آمد. با فکر کردن با آن همه انرژی تلف شده میخواستم فریاد بزنم و به مردان و زنان هموطنم بگویم که یک بینی هر شکلی که داشته باشد فقط بینی است. نمیتواند روح انسان را در خود جا دهد هرچقدر بینی های ما بزرگ باشد روح ما بسیار بزرگتر است وقتی شوهرم از سر کار برگشت خیلی تعجب کرد که تا ساعت دو صبح بیدار ماندم پرسید چه کار میکردی؟ تلویزیون نگاه کردم اما تو که از تلویزیون بدت میاد گفتم باور کن این روزها برنامه های جالب هم نشان می دهند. داورا رشوه گرفتن برادرم فرشید دائم به سفرهای کاری می رود. او که به اندازه کافی برای رفت و برگشت به کره ماه امتیاز سفر جمع کرده معمولا فامیل و دوستان را به سفرهای مجانی به سرزمین های دوردست مهمان می کند. بعد از سال اول ازدواجمان به من و فرانسوا بیلیت برای سفر به جزایر باهاماس تعارف کرد اگر که مایل بودیم و البته ما مایل بودیم زمان بسیار مناسبی بود من و فرانسوا هر دو تغییر شغل داده بودیم و هر کدام یک مرخصی دو هفته ای داشتیم هیچ کدام از ما قبلا به باهاماس نرفته بودیم اما چطور ممکن است با سواحل ماسه‌ای سفید آبهای گرم و نخلهای رقصان بد بگذرد. در جزیره ناساو فرود آمدیم. آنجا برای دو شب هتل رزرو کرده بودیم. برای بعدش برنامه نگذاشته بودیم. میخواستیم ماجراجویانه رفتار کنیم. شعارمان این بود. بگذار برسیم و ببینیم کدام جزیره ما را میطلبد. بین ماجراجویی و حماقت مرز باریکی وجود دارد که ما از آن گذشته بودیم. در ناساو فهمیدیم هیچ جزیره ای ما را نمی طلبد. درست وسط تعطیلات بهاره رسیده بودیم و جزایر باهاماس پر بودند. پر از آدمهای باهوشتر از ما که تمام قایق و هواپیماهایی که ناساو را به مقصد جزایر دیگر ترک می کردند، از پیش رزرو شده بودند. ما گیر افتاده بودیم. شاید عادلانه نباشد درباره یک محل در زمان تعطیلات بهاره قضاوت کنیم به هر حال دانش آموزانی که دست جمعی به این تفریحگاه ها می آمدند غالبا ستاره های درخشان کهکشان آمریکا نیستند اینها آدم هایی هستند که تا از الکل دو بار بالا نیاورند تعطیلاتشان رسما شروع نمی شود آمدن به باهاماس یا هر جای دیگری برای اینها کار بیهوده ای به نظر می رسد. می توانستند بروند یک جایی دوروبر خانشان و به سادگی یک هفته بیهوش شوند. برای آمریکا بهتر بود روی پاسپورت این حضرات مهر می زدند تنها مجاز به سفرهای داخلی تا کمتر باب روی ملی لطمه بخورد. در شب اول به لطف جشن مستانه که توی تمام اتاقهای اطراف و داخل راهروها برپا بود تا سحر بیدار ماندیم. به مدیریت شکایت کردیم. با پرداخت 180 دلار برای هر شب باید حق داشته باشیم که کمی بخوابیم. گفتند متاسفیم، سخت نگیرید. روز بعد معیوسانه سعی کردیم راهی برای ترک ناسا و بیابیم. جایی که می توانست الهام بخش دانته شود تا حلقه دهمی به دوزخش بیافزاید همه اتوبوس ها، هواپیما ها و قایق ها پر بودند. تمام شهر را زیر پا گذاشتیم و از افراد محلی پرسیدیم آیا راهی سراغ دارند که بتوانیم به یکی از جزایر برویم؟ محلیها سرشان را تکان می دادند و بعد پیشنهاد می کردند ازشان کک بخریم. منظورشان البته نوشابه گازدار نبود. در پایان روز اول آماده بودم گریه کنم. هیچ نخل رقصانی ندیده بودم مگر مست های رقصان. هیچ موجود دریایی آنجا نبود مگر انبوهی دانش آموز ورم کرده از آبجو که در ساحل از هوش رفته بودند. آنها از دور شبیه گروهی از فیلهای دریایی بودند در حالی که راهنمای سفر عکس دلفین‌ها را انداخته بود. به هتل برگشتیم و از نگهبان راهنمایی خواستیم. او پیشنهاد کرد به دفتر پست برویم. و درباره قایق‌های پستی که از نساو به جزایر دیگر کالا حمل می‌کنند سوال کنیم. آنها اگر جا داشته باشند مسافر می‌برند. از او پرسیدم چرا پلیس هیچ کاری در مورد افرادی که در هر گوشه کوکائین می‌فروشند انجام نمی‌دهد؟ او گفت پلیس اغلب دستش با آنها در یک کاسه است. پلیس‌های پولدار در باهاماس کم نداریم. کتاب های راهنمایی که در آمریکا خریده بودیم تمام قایق های پستی رسمی را فهرست کرده بود. کتاب راهنما در دست به دفتر پست رسیدیم و فهمیدیم در دو هفته آینده تنها یک قایق به نام روز اسپانیایی آنجا را ترک می کند و آن هم صبح روز بعد ساعت هفت حرکت می کرد. فورا در کتاب راهنما به دنبالش گشتم اسمی از آن در فهرست نبود. به فرانسوا اطلاع دادم اسمش در فهرست رسمی نیست لابد قایق حمل مواد مخدر است من نمیآیم فرانسوا پرسید فکر می کنی چه اتفاقی میافته هیچ ما تیتر روزنامه های هفته آینده میشیم کشف اجساد تکه تکه شده و لوازم عکاسیشان مفقود شده است و تکرار کردم من نمیام مدتی گوشه خیابان ایستادیم و جر و بحث کردیم بعد فرانسوا رفت سراغ یک معمور پلیس و از او پرسید آیا قایق پستی به اسم روز اسپانیایی را می شناسد؟ معمور پلیس به گرمی گفت البته. فرانسوا گفت دیدی؟ حالا قانه شدی که قانونیه؟ از سادگی این مرد فرانسوی حیرت کردم. آهسته گفتم این معمور پلیس با اونا دستش توی کاس است. فکر کنم تو ویلای بزرگی بالای یه تپه مشرف و اقیانوس زندگی میکنه. فرانسوا گفت کافیه من فردا صبح ساعت شیش میام اینجا تو هر کار دوست داری بکن من سوار قایق میشم گفتم خوبه فردا صبح اول وقت آنجا بودیم و چند خانواده باهامایی را دیدیم که آماده سوار شدن به روز اسپانیایی بودند کاملا مطمئن به نظر می رسیدند فرانسوا پرسید آیا از بدگمانی روز پیش خجالت زده نیستم در حالی که سعی می کردم مثل یک سیاستمدار در دادگاه رفتار کنم گفتم چیزی یادم نمیاد سوار شدیم و نشستیم وسط صندوق گوجه سیب زمینی تخم مرغ و قفصهای پر از مرغ و خروس سفر با قایق مستقیما از یک ویژه برنامه ژاک کوستو بیرون آمده بود از کنار جزایر کوچکی با سواحل سفید و نخلای رقصان گذشتیم آب که سرشار بود از ماهی از فیروزهای به یشمی و به کبالتی تغییر رنگ میداد بر فراز سرمان آسمان بی عبر آبی با شکوه دیگری عرضه می کرد. این همان با همایی بود که در رویایش بودیم. چهار ساعت بعد به جزیره اسپانیش ولز رسیدیم. کتاب راهنما فقط اشاره کرده بود که این جزیره کوچک که ساکنانش سیاد لابستر هستند نامشان را از ملاحان اسپانیایی گرفتند که قبلا برای تهیه آب تازه به ساحل آن می آمدند. از اولین کسی که در بارانداز دیدیم پرسیدیم ببخشید ممکنه بگید کجا میتونیم تاکسی بگیریم و با سرخوشی گفتیم می‌خوایم بریم هتل او گفت ما شما رو میرسونیم چمدان را در صندوق عقب گذاشتیم و کمربندهایمان را بستیم سی ثانیه بعد اعلام کرد همین جاست پول نگرفت اما گفت بعدا به رستورانش برویم جایی که بهترین لاک پشت سرخ کرده در جزایر را سرو میکرد چشمان فرانسوا برق زد فکر کردم محوه است من روی هر حیوانی که در حکایات ایزوب نقش مهمی داشته باشد خط می کشم مسئول پذیرش پرسید برای چه مدتی قصد اقامت داریم؟ گفتیم ده شب دفتر بزرگ رزرواسیون را باز کرد و انگشت اشارش را در امتداد هر صفحه حرکت داد حتی یک کلمه حرف نمی زد. به ما نگاه هم نمی کرد. تنها صفحات را به آرامی ورق زد فکر کردم تمام شد هتل پر است و ما سرگردان میمانیم بالاخره به حرف آمد گفت از این طرف مسئول پذیرش که در ضمن کار پادو را هم انجام میداد چمدان ما را تا اتاقها حمل کرد و ایستاد منتظر انعام از او پرسیدیم هتل کاملا پر است گفت تمام اتاقها خالی هستند و در تمام مدت اقامتمان اتاقها همینطور خالی ماندند اتاق ما درست روی ساحل سفید و ماصهعیب بود اقیانوس آبی و آرام افق را پر کرده بود به استثنای چند نخل چیز دیگری در ساحل نبود کیف ها من را در اتاق گذاشتیم و تصمیم گرفتیم برویم جایی برای غذا خوردن پیدا کنیم در حین قدم زدن در جزیره دیدیم خیابان ها سوت و کورند. نه توریستی به شهرش می خورد و نه افراد محلی. فضای آنجا من را یاد کتابی انداخت که اوایل دبیرستان خوانده بودم. داستانی درباره یک پسر که تنها بازمانده ی انفجار اتمی بود و باید با تکه بر عقلش زنده می ماند. چیز دیگری از کتاب به یاد نمی آوردم، اما میدانستم من اگر قرار باشد برای بقا در اینجا به عقلم متکی باشم سرنوشتم از لاک پشت ها خیلی بدتر می شود برگشتیم به هتل اما مسئول پذیرش آنجا نبود به این دلیل که حالا پیش خدمت رستوران هتل شده بود بعد از چند دقیقه سر یک میز نشانده شدیم و منوی غذا با عکس های لابستر به ما ارائه شد فرانسوا گفت من از این می خوام. مسئول پذیرش پادو پیشخدمت گفت متاسفم الان فصل لابستر نیست سوپ حل و ساندویچ سفارش دادیم پذیراییشان خوب بود اما باز هم تنها مشتریان رستوران بودیم البته غذا به طرز باور نکردنی گران بود بعدا فهمیدیم دلیلش این است که همه چیز باید با قایق به اسپنیش ولز آورده شود در حالی که نهار میخوردیم صاحب هتل که یک مرد انگلیسی بود برای خوش آمدگویی سر میز ما آمد از دیدن ما ذوق کرده بود به خصوص وقتی فهمید ده روز میمانیم بعد اطلاعاتی درباره جزیره به ما داد اینکه ساکنان اسپانیش ولز برخلاف سایر باهامایی ها همه سفید پوست هستند و اینکه شش ماه در سال کار میکنند و لابستر سید میکنند و دست کم 100 هزار دلار در سال درآمد دارند این نکته تعدد آنتنهای ماهواره‌ای که در مسیر پیاده روی دیده بودیم را توجیه می کرد. از صاحب هتل پرسیدم قبل از اینکه به اسپانیش ولز بیاید چه کار می کرده؟ گفت: خب در جای کار می کردم که شما هیچ وقت اسمش را نشنیده اید. این همون چیزی است که هر وقت کسی از من می پرسد کجا به دنیا آمده ام می گویم. پرسیدم کجا؟ گفت آبادان ایران جلوی خودم را گرفتم تا یک اجرای آوازی از عجب دنیای کوچکی انجام ندهم. معلوم شد نه تنها این مرد در آبادان زندگی می کرده بلکه با پدر در یک اداره کار می کرده است. شرکت نفت. او محله قدیمی ما، باشگاه معلی و فروشگاه الفی جایی که لوازم چای خوریم را از آنجا می خریدم را می شناخت. بعد از نهار رفتیم در ساحل قدم بزنیم ساحل پر بود از صدف های درشت و سنگین حلزون. به فرانسوا گفتم فهمیدم از این سفر چی همراهم هم ببرم. گفت خوبه ولی خودت جمعشون کن خودت هم بیار. هیچ توریست دیگری در جزیره ندیدیم. فرانسوا روزها را صرف خواندن داستانهای جنایی می کرد و من نقشه می کشیدم کلکسیون در حال گسترش صدفها را چجوری همراه ببرم. در فواصل استراحت بین هیچ کاری نکردنها به پیاده روی طولانی می رفتیم و به کشف دیدنی های غیر عادی می پرداختیم. از جمله یک هواپیمای حمل مواد مخدر که سالها پیش در مسیرش از کلمبیا سقوط کرده بود. به علت ناآشنایی با زرافت های تجارت کوکائین دفعه اول که آن را دیدیم نفهمیدیم که مخصوص حمل مواد مخدر بوده است. اصر همان روز تاریخچه منحصر به فرد آن توسط مسئول پذیرش پادو پیشخدمت تاریخدان برای من تعریف شد. بعدا برگشتیم و جلوی محفظه تو خالی آن جایی که قبلا کیسه های کوکاین انبار می شد، عکس گرفتیم. این مثالی کلاسیک بود از اینکه دفترچه های راهنمای سفر جالبترین ترین نکته ها را ناگفته می گذارند. همچنین در طول پیاده روی ها رستوران پیندر، ناموایی پیندر و پمپ بنزین پیندر را پیدا کردیم. وقتی به هتل برگشتیم از صاحب هتل پرسیدیم چرا اسم همه مغازه ها پیندر است؟ او راهنمای تلفن جزیره را نشان داد. تقریبا همه افراد درون دفترچه راهنما در هر بیست صفحه پیندر نام داشتند. از قرار معلوم ابتدا دو خانواده ساکن جزیره شده بودند. خانواده پیندر و خانواده پیندر او اضافه کرد و آنها وصلت کردند و پیندرهای بیشتری به دنیا آمدند در نیمه های اقامت یک بار که داشتیم غذای وحشتناک گران آنجا را میخوردیم صاحب هتل به میز ما نزدیک شد نشست و پرسید آیا کاملا خوش گذشته علاقه ناگهانی او به ما باعث شد فکر کنم میخواهد چه چیزی تقاضا کند مرا به یاد زمانی انداخت که شش ساله بودم و فرشید به من میگفت چه خواهر خوبی هستم و بعد هم از من میخواست کیتکتم را با او نصف کنم مرد انگلیسی پرسید آیا می توانیم لطفی به مردم اسپانیش ولز بکنیم فکر کردم وای قاچاق مواد مخدر او ادامه داد هر سال دختران اسپانیش ولز در یک مسابقه زیبایی رقابت می کنند این مهمترین اتفاق سال است و هر دختری آرزو دارد برنده این اونبام بشود و به مسابقه میس با هماس راه یابد. مشکل اینجاست که هیچ وقت نمی توانیم داورانی پیدا کنیم که با شرکت کنندگان نسبت فامیلی نداشته باشند. چون همانطور که توجه کرده اید اینجا جزیره کوچکی است. ما فکر کردیم شاید شما دو نفر افتخار بدهید و جز داوران مسابقه امسال باشید. من از مسابقات زیبایی متنفرم شاید به این واقعیت برگردد که یکی از آن دخترانی بودم که از ابتدا یاد میگیرند برای باز کردن درها به مغزشان متکی باشند سالها طول کشیده بود تا بتوانم بر انتظارات فرهنگی ایرانی در خصوص زیبایی غلبه کنم و سالهای بیشتری تا از تأثیر گذراندن دوران نوجوانیم در نیوپورت بیچ رها شوم جایی که استاندارد زیبایی با ورزش های سخت، بطری های پروکسید هیدروژن و سیلیکون سر و کار دارد. به هیچ عنوان نمیخواستم پایم را در گنداب مسابقات زیبایی فرو کنم. مرد انگلیسی که انگار فکرم را خوانده بود ادامه داد البته مسابقه فقط مربوط به زیبایی نیست. یک رقابت استعداد سنجی و یک قسمت پرسش و پاسخ هم دارد. لطفا رویش فکر کنید و گرنه داوران کافی نخواهیم داشت. انتخاب چندانی نداشتیم. گفتیم که این کار را انجام می دهیم. او فریاد کشید. عالیه. صبح روز بعد هنگامی که مسئول پذیرش پادو پیش خدمت تاریخ دان خدمتکار برای تمیز کردن اتاق آمد با اشتیاقی غیرمعمول با ما احوال پرسی کرد. شنیدم امسال شما داور مسابقه هستید. من سه بار شرکت کردم. گفتم من فکر می کردم فقط یه بار میشه در مسابقه زیبایی شرکت کرد. ما دخترای زیادی تو جزیره نداریم بنابراین میتونی چند بار بختت رو امتحان کنی. بعد از ظهر روز بعد صدها نفر ساکنان جزیره در ساحل ایستاده بودند و آمدن قایق موتوری کوچکی را تماشا میکردند. از وقتی آمده بودیم این همه آدم ندیده بودیم. قایق نزدیک شد. زنی را دیدم که کلاه بنفش با پرهای بزرگ بنفش بر سر داشت و برای همه دست تکان میداد. فریاد جماعت به هوا رفت. در حالی که با احتیاط از قایق بیرون می آمد، به ما گفتند که او یکی از میسپاهاماس قبلی است که برای داوری مسابقه آمده. داور چهارم پسر یک خانواده ثروتمند کانادایی بود که خانه بزرگی در جزیره داشتند. شب بعد من، فرانسوا، میس هاماس سابق و کانادایی پولدار که از غذا مست هم بود، با برگزار کننده مسابقه جلسه داشتیم. او یک نفس برایمان توضیح داد که یک رقابت لباس شنا انجام می شود یک رقابت استعداد سنجی که در آن هر دختر باید یکی از جنبه های زندگی در باهاماس را توصیف کند و یک بخش پرسش و پاسخ. آن زن خیلی هیجان زده بود و معلوم بود این مسابقه چیزی بیش از یک سرگرمی است. از ما میخواستند آینده این دختران جوان را تعیین کنیم. من همیشه فکر می کردم خدای خوبی می شوم، اما حالا که موقعیتش پیش آمده بود، میخواستم فرار کنم. تا محل مسابقه توسط مرد انگلیسی اسکورت شدیم که مثل ماهیگیری که با سید بزرگش پز بز بدهد همه را خبردار می کرد که دو داور برای مسابقه تور کرده است. محل برگزاری پر از جمعیت در حال جیغ و داد بود که پلاکارت هایی به دست داشتند و انتخابشان را برای برنده اصر اعلام می کردند. میس سپانیش ویلز شانتال در حالی که بین میس سابق و کانادایی پولدار و مست نشسته بودیم و در محاصره جزیره نشینان عربد جو فقط امیدوار بودم و قالی پیندر داروی ضد اسید معده داشته باشد همان احساس وحشتناکی را داشتم که آخرین بار در سوار شدن به ترن هوایی تجربه کرده بودم دستکم آن یکی فقط چند دقیقه طول کشیده بود اگر این عصر به پایان می رسید، من داوری مسابقات زیبایی را هم به فهرست چیزهایی که هرگز دوباره امتحان نخواهم کرد اضافه می کردم. درست زیر فهرست کلاس ژیمناستیک و سوسیس خونی. مدیر مراسم روی صحنه آمد و جمعیت را ساکت کرد. اسم شش دختری که برای کسب عنوان رقابت می کردند را اعلام کرد. چهار تاشان پیندر بودند، بعد از هر نام باید چند دقیقه صبر می کرد تا تشویق ها فروکش کند. دست کم اگر من در مسابقه زیبایی شرکت می کردم، فامیل بزرگ و خوش زندزای ایرانیم برد مرا در بخش بیشترین تشویق کننده تضمین می کرد. بعد دخترها به صف روی صحنه آمدند که باعث شد تشویق ها و فریادها و پلاکار تکان دادن ها شود. قرعه کشیدند تا ترتیب انجام رقابت مشخص شود. بخش اول رقابت استعداد سنجی بود که باید توصیفی مربوط به باهاماس ارائه می کردند. شرکت کننده شماره یک در لباسی به شکل لابستر ظاهر شد که معلوم بود خودش درست کرده. گفت من صنعت لابستر را توصیف می کنم. در حالی که آمار لابستر را بیرون می ریخت، دستها و پاهای لابستری پارچهیش را بالا و پایین می برد و انگار که دارد همزمان برای هشت نفر دست تکان می دهد. شرکت کننده شماره دو در پوشش یک تور ماهیگیری از این شده با گوش ماهی و جلبک مصنوعی ظاهر شد. او اقیانوس و موهبتهایش را توصیف می کرد. شرکت کننده شماره سه یک لباس قواسی با کفش قواسی پوشیده بود و ای خواند در مدح مرجان ها. شرکت کننده شماره چهار یک پرچم باهاماس پوشیده بود و آوازی خواند که گمانم سرود ملی بود. هیچ تصوری نداشتم که آن آهنگ باید چطوری باشد ولی مطمئن بودم نباید شبیه آنچه می شنیدم باشد. شرکت کننده شماره پنج با پوشش خورشید یک مایوی زرد به تن داشت با کلاه شنایی که چند شعاع پلاستیکی رویش چسبانده بود او بو هوای زیبای باهاماس را شرح داد و آمار دقیقی از تعداد روزهای آفتابی و اینکه چند سانتی متر باران در سال می آید در اختیار گذاشت آخرین شرکت کننده یک لباس آبی پوشیده بود و شعری را که درباره اقیانوس نوشته بود قرائت کرد ای آبی ای مایه عشق و دوستی از ما چه می ماند اگر تو نبودی؟ با پایان آن بخش آرزو میکردم چیزی می توانست حالم را سر جا بیاورد. به جای آن رقابت لباس شنا شروع شد. رقابت لباس شنا نقطه مقابل تمام چیزهایی است که در این دنیا درست و قابل احترام است. همیشه به ما گفتند که زیبایی در درون است آنچه هستیم خیلی مهمتر است از اینکه چه شکلی هستیم. اما می شود لطفا این لباس شنا را بپوشید و با کفش پاشن بلند دور بزنید تا من زیبایی درونی شما را بسنجم؟ نمیدانم کدامش بدتر بود، شرکت کننده بودن یا داور بودن. میخواستم روی میز بیایستم و به دخترها بگویم کفشهای پاشن بلندشان را در بیاورند و بر سر برگزار کنندگان این مراسم بکوبند و بخواهند که یک محفل دوستانه لغت شناسی جایگزین این مسابقه شود. اما به جای آن فقط نشستم و دعا کردم زودتر تمام شود. برای قسمت آخر بخش پرسش عمیق دخترها باید به سوالی که از یک کلاه بیرون کشیده میشد جواب میدادند. اگر به عنوان میس باهاماس انتخاب شوید چه کار می کنید؟ اگر می توانستید مشکلی را حل کنید آن مشکل چه بود؟ آرزو می کردم سوال جالب تر بودند. اگر قرار بود یک پارک تفریحی کنار هواپیمای مواد مخدر سقوط کرده طراحی کنید اسمش را چه میگذاشتید به جز لاک پشت ها چه های در حال انقراض دیگری می که می توانیم قطع قطع کرده و سرخ کنیم سرانجام داوران در اتاق کوچکی گرد آمدند تا درباره شرکت کنندگان بحث کنند میس سابق زنی باهوش و فوق و تنها شخصی در دنیا که می توانست یک کلاه با پرهای بزرگ بنفش بپوشد و هنوز خوب به نظر برسد گفت باید کسی را انتخاب کنیم که منسجم صحبت کند چون عقیده داشت این بخش مهمی از مسابقه است. من و فرانسوا موافق بودیم. کانادایی حرفی برای گفتن نداشت. ظاهرا از وقایع دو ساعت گذشته چیزی به یاد نمی آورد. باقی ما تصمیم گرفتیم که رقابت استعداد سنجی برنده مشخصی نداشته است. کانادایی به تصدیق سرتکان داد. تصمیم گرفتیم رقابت لباس شنا را نادیده بگیریم و آن را نامربوط دانستیم. کانادایی به تصدیق سرتکان داد. بعد توافق کردیم که تنها یکی از شرکت کنندگان منسجم سخن گفته و او باید برنده شود. کانادایی دیگر سر تکان نداد چون خوابش برده بود. بیدارش کردیم و به محل برگزاری بازگشتیم و بار دیگر با دست زدن و هلهله و تکان دادن پلاکارت ها مورد استقبال قرار گرفتیم. همان وقت و همونجا تمام تمایلم به اینکه خواننده مشهوری بشوم را کنار گذاشتم. سر و صدا بیش از حد تحملم بود. دختری که انتخاب کرده بودیم بی تردید نفر بازنده گروه محسوب می شد. او خیلی چاق بود، جذابیت ظاهریش از همه کمتر بود و کمترین تعداد تشویق کننده را داشت. اما به هر حال از همه منسجم تر صحبت کرده بود. آن هم احتمالاً به این دلیل که سنش به نحو قابل ملاحظهی بیش از سایر شرکت کنندگان بود و لابد بار چندمی بود که شرکت می بیشتر جمعیت طرفدار دختری به نام شانتال بودند که به مراتب خوشگلتر از دیگران بود و در لباس شنا بهتر به نظر می رسید. اما ما دنبال عمق بودیم نزیبایی. به محض اینکه مدیر مراسم ظاهر شد جمعیت در سکوت فرو رفت. مردم چپیدند کنار هم و آماده فرصت بعدی برای جیغ زدن شدند. مدیر مراسم چند کلمه در این باره صحبت کرد که چطور تمام دخترها واجد شرایط بودند و چگونه انتخاب تنها یک نفر باید کار سختی بوده باشد. بعد خطاب به جمعیت کاملا ساکت نفرات دوم تا چهار را اعلام کرد که به طور کاملا تصادفی انتخاب کرده بودیم. سه دختر باقی مانده بود و همه مطمئن بودند شانتال برنده است. بعد نام برنده اعلام شد. به سختی چند دقیقه بعد را به خاطر می آورم چون حسابی هول کرده بودم. به محض اینکه نام برنده اعلام شد همه فریاد کشیدند. اما این فریاد خوشحالی نبود. فریاد بدی بود. از آن فریادهایی که معمولا توسط اوباش چماق به دست سرداده می شود و نهایتا منجر می شود به ثبت وقایعی در کتابهای تاریخ. جمعیت شعار می دادند امکان نداره امکان نداره شانتال روی صحنه زد زیر گریه برنده و مادرش که کپی دخترش بود منتها چاقتر آمدند و از ما تشکر کردند گفتند باورمان نمیشود ظاهرا هیچ کس دیگری هم باورش نمیشد من و فرانسوا موفق شدیم از محل برگزاری خارج شویم و تمام راه بازگشت تا هتل را دویدیم به فرانسوا گفتم آنها ما را میکشند فرانسوا گفت درباره قایق پستی هم همین را می گفتی. به داخل اتاق رفتیم و آماده خوابیدن شدیم گرچه مطمئن بودم آن شب چندان نخواهم خوابید از فرانسوا پرسیدم این صدای چیه چه صدایی گوش کن قرش دوری را می شنیدیم که بلندتر و بلندتر میشد. فرانسوا در را باز کرد و فوراً بست و گفت هیچی نبود. فرانسوا استعدادهای زیادی دارد اما دروغگویی جز آن نیست وقتی به در رسیدم می توانستم شعارهای یک جمعیت بزرگ و خشمگین را از دور بشنوم داورا رشوه گرفتن داورا رشوه گرفتن تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت من نمی توانستم بخوابم میدانستم اگر اوباش به اتاق زپرتی هتل هجوم بیاورند تنها سلاحم چند صدف اون است سعی کردم تصور کنم چگونه با پدر و مادر برای تحویل جسد هامان تماس گرفته می شود. با آنها می گویند حادثه خشونت باری بود که به یک مسابقه زیبایی مربوط می شود. شبی طولانی بود که در طول آن شوهرم عین یک کنده درخت خوابید. اگر پولدار بودم در آبادان لازم نبود راجع به پول فکر کنیم نه برای اینکه پول دار بودیم بلکه شرکت نفت به تمامی نیازهامان رسیدگی می کرد به کارمندان خانه های مبله مجانی میداد که ابعاد و امکانات رفاهیشان بستگی داشت به سابقه کار و تحصیلات خرابی لوله کشی، ایراد سیم کشی و چکه کردن سقف به رایگان تعمیر می شد. مدرسه دکتر و حتی اتوبوس خرجی نداشت وقت تفریح همه برای بازی بینگو شنا و تماشای فیلم و کنسرت به باشگاه شرکت نفت میرفتند. به جز غذا تمام اینها مجانی بود باشگاه جشن نوروز مهمانی کریسمس و حتی سالی یک بار بالماسکه برگزار میکرد که به بهترین لباس مبدل جایزه می دادند. پدر، مادر، ام صدیقه و امو عبدالله هر سال لباس روستایی ها را می پوشیدند و هیچ سالی هم برنده نمی شدند. سال 1957 یکی از کارکنان بخش اطفای حریق با پوشیدن لباس فضانوردی برنده شده بود. به پدر که مهندسی بود با مدرک فوق لیسانس یک خانه سه اتاقه داده بودند که یک حیات پشتی وسیع داشت با باغچه سبزیکاری و مرغ و خروس من هر روز گشتی در حیات می زدم و وارسی می کردم ببینم هویج ها، زررت ها، ها و لوبیا سبز ها رسیدند یا نه. بعد دنبال حشرات می گشتم و از جانورهای باغچه آمار می گرفتم. مادرم علاقه من به حشرات را سرگرمی عجیب و نامناسبی برای یک دختر کوچک می دانست. دختر خودم در علاقه به چیزهایی که میخزند و میلولند به من رفته است. به او میگویم شغلی در زمینه حشره شناسی در انتظار اوست. حیات جلوی من در آبادان پر بود از گلهای روز، یاس و نرگس. کنار باخچه های گل تاب به سرپوشیده بزرگی داشتیم. گرما که فروکش میکرد، بیرون خانه روی تاب مینشستیم شربت آلبالو یا پپسی را خوشخوشک می نوشیدیم و تخمه آفتاب گردان می شکستیم. من اغلب توان بود با صدای زن همسایه که داد می زد جیمی، جیمی، نام شوهرش جیمی نبود، جواد بود. اما همسایهمان انگار زیاد فیلم آمریکایی دیده بود و تصمیم گرفته بود دوروبرش را قدری خارجی کند. ما که نمیخواستیم کم بیاوریم یک سگ ولگرد را آوردیم و اسمش را گذاشتیم جیمی و این طور بود که اصرها کسی میتوانست صدای نه یک که دو خانواده را بشنود که جیمی مربوطشان را صدا میزدند اوایل که به آمریکا آمده بودیم نه تنها باید خودمان را به پول دادن برای همه چیز عادت میدادیم بلکه باید به پول آمریکا هم پرداخت میکردیم ای، مگه لوله کش برای بازید از یه اشکالم پول میگیره؟ سال 1972 یک دلار معادل هفت تومان یا هفتاد ریال بود. به این معنی که قیمت یک پست سوسیس بولونیا نه دو دلار بلکه چهارده تومان بود. نیم کیلو گوجه نه پنجاه سنت بلکه سه تومان و نیم بود. هیچ چیز نمی توانست بدون تبدیل ذهنی به واحد پول ایران خریداری شود و ادامه می یافت با وای چه گرون هیچ نمی دانستیم آنچه در اوایل ورود با آمریکا گران می دانستیم بعد از انقلاب ایران مفت به نظر می آید انقلاب ها به ندرت برای اقتصاد خوب هستند از سال 1979 ارزش پول ایران به شدت سقوط کرد ارزش یک دلار به تدریج به 800 تومان رسید. قیمت بسته دو دلاری سوسیس بولونیا حالا 1600 تومان شده. هم قیمت یک قالیچه کوچک ایرانی قبل از انقلاب. حتی ایرانی هایی که قبلا راحت پول خرج می کردند، حالا باید هر خریدشان را بسنجند. پدر همیشه مرد صرف جویی بود اما مشکلات مالی بعد از انقلاب او را وارد مرحله جدیدی از زندگی کرد. دنیایی با شعار خودم درستش می کنم با یک روپوش سفید و یک گوشی پزشکی نمی شود یک دکتر ساخت و با چند بار مراجعه به قرفه ابزارهای فروشگاه سیرز هم نمی شود یک تعمیر کار ساخت. اما پدر به این باور رسید که میتواند تواند عمده نیازهای خانواده را خودش رفع کند. سوابق مهندسیش همراه با مجموعه چهارده جلدی راهنمای تعمیرات خانگی تایم لایف او را قانع کرد که میتواند به هر رقم چکه کردن، نشتی، جیر جیر یا گرفتگی لوله شخصا رسیدگی کند. هر اعتراض یا تردیدی از جانب ما باعث میشد، ماجرای ساختن یک رادیو در دوره نوجوانیش را بازگو کند. وقتی با این نکته روبرو می که نسب کاشی با ساختن رادیو کمی فرق می کند در می آمد که نه این طور نیست. هر کس توی خانه ما گشتی بزند شواهد بسیاری بر روحیه میتوانم انجامش بدهم پدر می آبد. حالا اگر از شیری که با علامت سرد مشخص شده آب گرم بیرون بیاید چه؟ در مقایسه با پولی که لولکش برای تعمیر دستشویی می گرفت، این مسئله مهمی نیست و نوار آیق کاری که سوراخ های دیوار آشپزخانه را پوشانده کی به آنها دقت می کند؟ و اگر کاغذ دیواری حمام بان نمی آید، زیاد سخت نگیریم. حمام است دیگر سالن پذیرایی که نیست. اگر تایم لایف یک راهنمای خداموز عملهای پزشکی منتشر کند، من و مادر کشور را ترک خواهیم کرد. اگر پدر مهارت‌های فنیش را به کلبه درویشی خودش محدود می کرد خیلی خوب بود. متاسفانه کازم اصرار دارد قابلیتهایش را در اختیار هممان بگذارد. او که تمام چیزها را در خانه خودش درست کرده به سراغ خانه بچه هایش می رود. برادرم فرشید در یک شرکت تکنولوژی پیشرفته مدیر است. برخلاف پدر فرشید مشکلی با پول خرج کردن ندارد پول می دهد تا اتومبیلش را بشویند شلوارش را اندازه کنند و خانهاش را تمیز کنند تمام لباسهایش را به خشکشویی می دهد و مبلغی هم اضافه تر می پردازد تا لباسهای تمیز در خانه به او تحویل داده شوند در آخرین دیدار پدر و مادر از فرشید پدر پروژه کوچکی را شروع کرد و به انجام رساند بعد از اینکه فرشید برای رفتن به کار خارج شد پدر تا ابزار فروشی قدم میزد و چند قلم جنس برداشت بعد تمام روز را مشغول بتونه کاری و رنگ زدن شد وقتی فرشید پس از دوازده ساعت کار به خانه بازگشت با طرح پرلک و پیسی روی تمام دیوارهای پنت هاوس طبقه 24 رو مشروبه رو شد و گفت اینا چیه؟ پدر او را به رقابت طلبید اگه تونستی یه ترک یا سوراخ پیدا کن همه رو پوشوندم خیلی بودن برادرم با ناباوری پرسید آخه کی از شما خواست این کارو بکنین این رنگ رو از کجا آوردی رنگش که با دیوارای من خیلی فرق میکنه پدر پاسخ داد اشکالی نداره از من تشکر نکنی اما محض اطلاع رنگ سفید رنگ سفیده مادر که فرصت را غنیمت شمرده بود تا از خاطرات تعمیراتی خانه خودش انتقام بگیرد حرف او را قطع کرد من بهش گفتم این کارو نکنه گوش نکرد هیچ وقت گوش نمیکنه پدر با قاطعیت گفت خب که ما را برای جمله قصارش آماده میکرد جمله ای که مثل آلبالوی روی لیکور ماراسکینو برای حسن ختام تمام پروژه های تعمیراتی قدر نشناختهش به کار میبرد بله کسی که نزدیک رودخونه است قدر آبو و نمیدونه پدر شانس آورده بود که ما نزدیک رودخانه نبودیم چون ممکن بود یک نفر آخرش بیفتد توی رودخانه وقتی من و شوهرم خانه را خریدیم پدر و مادر را دعوت کردیم خانه ما کاملا نو بود در نتیجه چیزی برای تعمیر وجود نداشت با وجود این پدر بعد از چند ساعت اعلام کرد شما یه کابینت کمک های اولیه تو هموم لازم دارین. ما جواب دادیم ما کابینت کمک های اولیه توی هموم لازم نداریم. پدر که به نظر می رسید گفت به نظر من که لازم دارید. گفتیم ما لازم نداریم. اصلا نمی خواهیم. پدر من مثل گربه نباید هشت ساعت در خانه تنها گذاشته شود. برای اینکه قلم روش را مشخص کند وقتی من و شوهرم سر کار بودیم یک کابینت کمک های اولیه خرید و به دیوار حمام نصب کرد. شاید اگر کج نصب نشده بود، فرانسوا اینقدر دلخور نمی شد. در ملاقات بعدی، پدر مخفیانه تصمیم گرفت که حمام ما به یک قلاب هوله احتیاج دارد. با استفاده از میخهایی که زیادی بلند بودند، در حمام را سوراخ کرد، قلاب هوله را یک طرف در ایجاد کرد و ابزار چشم کور کنی به شیوه قرون وسطایی را طرف دیگر شوهرم از آن موقع کنترل اوزا را به دست خودش گرفته و تمام پیچ ها و چکش ها را پیش از آمدن پدر پنهان می کند. پدر هیچ وقت برای هیچ کدام از اشتباهات تعمیرکاریش معذرت نخواسته. در عوض بر این باور است که قدر نشناسی ما ریشه در مسائل عمیق تری دارد. به فرشید گفت اگه برای بتون کاری و نقاشی هزار دلار پول میدادی فکر می کردی خوب شده. همیشه به مادر میگوید گوید های او درباره سوراخ های دیوار و کاشی های ناجور فقط برای خوش آمدن دیگران است و بهتر است این اخلاقش را کنار بگذارد. وقتی شوهرم گلایه کرد که کابینت کمک های اولیه که ما اصولا نمیخواستیم کج نسب شده، پدر جواب داد چیزا رو که نگر میداره قابلیتی که برای عذرخواهی نکردن از اشتباهات فاحش دارد در موقعیت دیگری میتوانست خدمت مناسبی به او بکند شاید در سیاست ما هم یاد گرفتیم هیچ وقت درباره مشکلی در خانه شکایت نکنیم مبادا پدر تصمیم بگیرد درستش کند فرق نمی کند یک ایراد خانگی چقدر مشکل ساز باشد کازم همواره میتواند بدترش کند آن هم به رایگان پدر درست همانطور که فکرش را هم نمی کند برای گرفتگی دستشویی به لوله کش زنگ بزند همچنین نمیفهمد چرا مردم توی رستوران غذا میخورند برای او بیرون غذا خوردن یعنی رفتن به خانه یکی از خواهرانش جایی که نه فقط غذا تازه و خوشمزه است و توسط کسانی سرو می شود که او را دوست دارند و به جکهایش میخندند بلکه در آخر کار صورت حسابی هم در کار نیست رفتن به یک رستوران واقعی با پدر همیشه به یک معنی است جوجه دوازه دلاره یعنی یه جوجه کامل به ما میدن؟ بذار ببینم اینا دو، چار، شیش، هشت، ده، بیست میز اینجا دارن متوسط چهار نفر برای هر میز هر کدوم یه پرس جوجه هم سفارش بدن بگیم روزی سه نوبت هم هر میز پر بشه تو 800 تومن ضرب کنیم او کاش رستوران باز کرده بودم این محاسبات هیچ وقت هزینه های داره ی رستوران را شامل نمی شوند و فقط درآمدهای های فرضی را در بر می گیرند. نیاز به گفتن نیست که ما هیچ وقت جرأت نداریم با پدر نوشیدنی سفارش بدهیم چون یک لیوان دو نیم دلاری لیموناد که حد اکثر سه لیموی ده سنتی می برد و کمی شکر ضرب در هشت صد تومان همیشه آب می نوشیم آن هم آب شیر چون آب بطری قطعا منجر به سخنرانی جداگانه می شود با این شروع که چطور او وقتی بچه بوده در احواز آب معمولی می خورد و هیچ طوریش نمی شد و شما می توانید آن را در هشت ضرب کنید مثل کرم ابریشمی که تبدیل به پروانه شود پدر به محض اینکه پایش را در ایران میگذارد با آقای دست و دلباز باز تغییر شکل می دهد. به این دلیل که در ایران پدر میلیونر محسوب می شود. او و مادر هین سفرهای سالیانشان در هتل شرایتون سابق در تهران اقامت می کنند. هتلی که بدون کاهش ارزش پول ایران هیچگاه نمی توانستند از عهده هزینه اش برایند. هر سال خیشانمان در ایران کشوری که مردمش به میهمان نوازی شهرت دارند از پدر و مادر دعوت می کنند پیش آنها بمانند اما پدر نمیپذیرد. و توضیح می دهد که اقامت در سویت چیزی است که او در هیچ جای دیگری استطاعتش را ندارد اقواممان به دیدن او می آیند و به اتفاق در رستوران غذا میخورند و او برای تمام کارکنان انعام های کلان می گذارد. وقتی پدر پذیرفت که با حقوق ماهیانه بازنشستگیش بعد از 33 سال کار در شرکت نفت در آمریکا فقط می تواند چند بار به رستوران برود تصمیم گرفت دست کم در ایران کار خوبی با آن انجام دهد. هر سال او حقوق بازنشستگیش را به نیازمندان اهدا می کند تا به حال خرج چند عمل جراحی، معالجه پزشکی، خرید عینک و دارو را پرداخت کرده است. حدود ده سال پیش با سه بچه آشنا شد که پدر و مادرشان را از دست داده بودند و با پدر بزرگ و مادر بزرگ پیرشان زندگی می کردند. هر سال برای آنها لباس، کتاب و اسباب بازی تهیه می کند. قبل از آخرین سفرش از من پرسید آیا می توانم کامپیوتر لپتاپم را برای یکی از پسرها به او بدهم؟ گفتم دارم با آن یک کتاب می نویسم. پدر گفت هر وقت کارت تموم شد بدش به من. سال پیش مقداری قطعات یدکی ماشین برای مردی خرید که زندگیش را از راه مسافرکشی میگذراند و بدون ماشین درآمدی نداشت. سال پیش از آن هزینه تعمیر خانه را پرداخت که یک خانواده نه نفره در آن ساکن بودند. شانس آورده بودند که پدر راهنمای تعمیراتش را نبرده بود. هر سال پدر با چمدانی پر از پسته و سری پر از خاطره به آمریکا باز می گردد. درباره تجملات اقامت در سویت هتل صحبت می کند و سفارش سرویس داخل اتاق و اینکه زن نظافتچی بیشترین انعام دوران کارش را گرفته. به من می گوید چقدر برایش عجیب است که در کشور خودش با چنین آب و تابی مورد پذیرایی قرار می گیرد. و همه او را آدم کل گنده ای تصور می کند. آن هم فقط به خاطر یک حقوق بازنشستگی که در آمریکا تقریبا بیارزش است. بعد از آخرین سفرش از او پرسیدم آیا برایش سخت نبوده که به آمریکا برگردد جایی که با ثروتمند بودن خیلی فاصله دارد؟ گفت ولی فیروزه من در آمریکا هم ثروتمند هستم فقط پول زیاد ندارم پایان